ګران دوستانو سلامونه او احترامونه راغلاست سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشاله او بریالي اوسئ نن پنجشنبه ده د 2022 عیسوي کال د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه ده ستاسو په خدمت کې یو د افغان پیام تلویزیوني خپرونه د سپینو خبرو برخه ده له کالیفورنیا امریکا نه غږیږو راسن په ټوله نړۍ کې بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز تلویزیون پیام افغان بخش سخنی اوریان در خدمت قرار داریم و بالای اوزای جاری افغانستان صحبت می داریم البته پیشرفت های هم موجود است و موحدی که سرتکانی ها داریم از طالب و ای که حکومت ما شمول نیست و ای که مکاتب بسته است نمی دانم خورد ریزه اینجا داریم قانون اساسی چطور شد در خمیر گفته بازی موی می پالیم و از طالب همه چیزایی را به سرعت در طول یک سال می خواهیم و از 20 سال حکومت اشغال دو یا چهار دور حکومت دو دور حامد کرزی و دو دور دو نیم دور دو نفر دیگه لجام گسختگی و دوزادوزی و فساد و همه را وقتی میبینیم با کلی رخت بسته زورگویان قماندان سالارها و دوزها از افغانستان به فرار محکوم گردیدن و در طول 20 سال و حتی 40 سال اخیر تاریخ افغانستان 14 بالای امور افغانستان سایه انداخته بود حکومت مرکزی درک نداشت نه حکومت پرچم و خلق مصدر خدمت گردید و نه حکومت مجاهدین که البته چندین سال تحت قومانده قهرمان مسعود خان و ربانی خان به سر رفت و کابل و ایران کردن و ملت تباه ساختن به شکل مقایسوی یعنی بهتر است ما فکر میکنم یک آزادی در عرصه بین المللی نصیب مردم افغانستان گردیده دوباره افغانستان آزاد شد از زیر سلطه چندین کشور ائتلاف بیرون گردیده با همه ساز و برگهای نظامی و تعجیز و بمباردمان مردم افغانستان باز مردم افغانستان واقعا در یک استقلال آزادی و افتخار به سر میبرن در داخل هم از زیر سلطه قماندان سالارانی که 14 افغانستان و مردم افغانستان گروگان گرفته بودند چون دوستم و چون نمی جمعیت و شورای نظار و که نمیدانم وحدت و ای کسایی که در میان خود زدن و کشتن و مردم هم در زیر راکت بازی و بمباردمان اونا و سلطه اونا تباه شدن بالاخره از شر اونا هم طالب مردم رهانیدن به شکل نسبی یک عدالت هم موجود است دیگه خانه کس چور نمی کنه به ناموس کس قرض نمی گیره خردوریزی البته انتقادات موجود است و شنیدیم مکتب در ولایت پکتیان بروی دخترها بازگردید و همه تو در ولایت بلخ و جوزجان و چند ولایت باز است و مکاتب تا صنف شش هم باز است یک قشر یا یک فیصدی که البته در تاریکی به سر می برن مکاتب بستن آیست آیست او هم باز خواهد گردید آمدیم بالای حکومت هم شمول برای مردم افغانستان که البته باید طالب معجزه کنه حکومت سرپرست با ماموریت رسمی و دائمی مبدل گردد یکی از تقاضاهای ممالک جهان وقتی از اونا پرسیده میشه آقای متقی گفتن در ناروی بود یا در کدام کشور میگه از اونا پرسیدم در مون نشست که برای ما خیلی فرمول بگوین که کدام حکومت ما شمول شما میخواین که ما بالای او کار کنیم و تا این دم میگه امو طرح را که اینا میخواین که کدام حکومت ما شمول کدام چهره ها برای ما تا الان پاسخ ندادن و هفتشت ما گذشت از اون نشست صرف به حیث یک شعار و یک حربه یک بدنامی برای طالب ارائه میشه و یک چند تا زنم بردندم بیرون در ممالک اونا را مشت میکنن که
حق زن بخواهند، در حالی که اونا مدافع حق زن افغانستان نیستن و کسایی هستن که مردود هستن در خود اجتماع افغانستان. زن افغان او را عار میدانه که او تو یک خانم، خانم لجام گسخته و واقعا خلاف عنانات و کلتور افغانستان، از امو تو یک زن دفاع کنه و بشری از اونا برای فرار از افغانستان و کیس انداختن رفتن تظاهرات کردن و گندشان بیرون شد. بنان در مجموع همی حالت موجوده را یعنی شریفانه بیاین وجدانی قضاوت کنیم، به حیث یک حالت بهتر در میان 40 سال اخیر ما تا جایی که خود ما ناظر اوضاع بودیم، به حیث یک شخص افاقی بیطرف که هیچ نه به پول افغانستان و نه به منصب افغانستان چشم دوختیم، در لابلای 40 سال اخیر افغانستان سیاست افغانستان را تعقیب داشتیم. امی حالا فعلا روزهای صلح است، امنیت است، به شکل نسبی قانونی موجود است، رشوه و رشوه ستانی به شکل نسبی رخت بسته، حق و عدالت برقرار هست، آهسته آهسته بهتر خواهد شد. بیاین برای ترمیم یک حالت بهتر کار کنیم، جایی که از تعصب و کینه و سمت و زبان و نمیدانم عقده های متعددی را حزبی که ما داریم او را عنوان بسازیم و یک طرف و یک جهت نشانه بگیریم که در او راستا موافقم نبودیم، نکنم مقاومت از ما سر زد و نه تانستیم یک طالب بینیش خون بسازیم در او بار قبل تا ای که بادارایشان آمدن و حالا مو پشتیبانی از اینا بیرون شده فرار کرده رفته. حتی خبر از آرتیه ما شنیدم امروز که در پنشیر یک پروژه آب و آبرسانی را بران داختن طالبان که برای مردم پنشیر بسیار مفید هست. یعنی پیشرفت های صورت میگیره که در افغانستان که رسانه های چون طلو و کانال یک و اینا بیشتر او را علاقه ندارن که پخش شوه و از تلویزیون آرتیه و تلویزیون حکومتی و پخش میگردن. به هر حال قراردادی را که امروز با امارات عربی دستخط گردید، گاگ است که چی است، البته یک پیشرفت است، یک نوید است در بخش پروازهای مسافربری برای میدانهای هوایی و کنترول از او رادار و میگن افراد و اشخاص مسلکی اونا میان. واقعا هم مردم افغانستان شاید تعلیم خواهد داد و تدریس خواهند کرد، اونا رو مسلکی خواهند ساخت و هم خود اونا در همی قرارداد 10 ساله مفید است و اطمینان است که میدانهای هوایی افغانستان کنترل میشه و کدام خطر متصوری موجود نیست، به شکل مسلکی به پیش میره. همچنان وزارت تحصیلات عالی اونا گفتن برای امتحان کانکور آمادگی دارن و همیتو در ولایت قندهار زنگ تعلیمی امسال سال تعلیمی آغاز گردید و اونا هم آمادگی خود برای گشایش مکاتب متوسطه و عالی بروی دوشیزه های افغان اعلان کردن. در ولایت پکتیا مکاتب بروی دخترها باز گردید، البته متوسطه و عالی چندین مکتب. یعنی آیستا آیستا یعنی جمع جور میشه و با او که همی حکومت سرپرست است، مگر بشار از دل و جان کار میکنن برای افغانستان، برای خدمات خدا ارائه میدارن. ما باید خرسند باشیم و شکر خدا را به جا بیاوریم. اگر یک خشت گذاشته میشه برای امار، یک سرویس ارائه میگردد و یک کاری نیک انجام میشه، دیگه او را اغماز نکنیم و پشتی چی میگه تعصباتی که از جوش میخوریم، از دل و قهر استیم، او را ابراز نداریم. بیاین منافع ملی کشور توجه بداریم. بعضی افغانای ما بسیار خصمانه ضد طالب شعار میدادن، حالا آهسته آهسته پی بردن که همی طالبان از دیگه بهتر عمل میداره و
میبینن به چشم سر تجربه میدارن. درست است بعضی مشکلات موجود است، همی دوز و دغل و آدم کش و متخلفین اینا امر بخشش کرده، ما قهر هستیم و کسایی که زمین های مردم غصب کردن اینا و قدر زیاد نمی پیچن و اونا رو به دادگاه نمی کشانن. البته مصلحت های موجود است نزد طالبان و یا دعوت اونا از همی کسایی که چهره هایی که باید به محکمه کشانیده می شدن، به زندان فرستاده می شدن، ما افغانا رو بی‌حوصله می سازه و قهر می سازه. مگر آهسته آهسته وقتی اگر به شکل مقایسوی ببینیم و طالبان می آمدن در شهر 350,000 اردو و نمیدانم قوای امنیتی و حکام افغانستان و مامورین امر چون پرچمی و خلقی با اونا خود طرف واقع میکردن و وقت گوشایی میکردن و خانه به خانه اونا رو به دار میزدن و میکشتن و دیگه قتل و قتال، واقعا غوغا در افغانستان باز هم خونریزی ها بیشتر میگردید. این پالیسی رو با او مقایسه کنیم، آیستا آیستا انشالله عدالت برقرار خواهد کردید. آنهایی که تخلف کردن در گذشته ها حق العبد تلف نمودن، طالب به او هم رسیدگی خواهد کرد. مگر از لحاظ زمان چار وقتی کوتاست، یک سال، یعنی پلک بزنین گفته کابلیا یک سال میگذره و ما در امی امریکا واقعا دو سالی که مسئله کرونا بود و همه جا بسته بود، مکتب بسته بود، مؤسسات به هم خوردن، تا حالا هم اثرات بعدی و مشکلاتی را که کرونا آید حال اجتماع واقعا غنی جهانی چون امریکا آورده، یعنی به خود نمیهن و واقعا وضع اقتصاد خود امریکا به هم خورده. افغانستان رو خوب بگذارین که هم یک رژیم تغییر کرده و هم جهان با امی طالب سر ناباشومی را گرفته، کار دشواری از ساده نیست. تحت امی شرایط اگر هر حکومتی می بود که کمک ها قطع می گردید، تعذیرات گذاشته می شد و حالت جهان هم وضع اقتصاد در کل دنیا خراب است، در می تو یک برهه از زمان قرار می گرفت. هر حکومت اگر می بود فغانش بلند می شد و مردم از گرسنگی می مردن. مگر این اخلاص طالب که پول هایی که از واردات و از نمی دانم عوایدی که به حکومت تعلق می گیره امور یعنی عزیز می داره و در به اجتماع به معاشات و معاکولات و اینا سر چا و گل چا می سازه، یعنی آدم باید آفرین بگوی. از لحاظ دید مثبت اگر فکر کنیم خواهم تو رست و اگر چراغ برداریم و عقب یک لکه بسیار کوچک بگردیم و بسیار از یعنی بالای امریکا، بالای اروپا، بالای امی ممالک پیشرفته ترین جهان هم اگر افکار انتقادی داشته باشیم به هزارها هست. به هر حال آقای وریا صاحب داریم، آقای وریا صاحب شکر که پیدا شدن و انشالله یک تحلیل از اونا خواهیم شنید. وریا صاحب سلام علیکم، سنگی صحتی خدا صاحب؟ السلام علیکم. والله جوری است؟ والله جوری، ما خود دومره آغوسو در پس سرگردان و بلا ورز خدا تسس ولی. خب به هر حال آقا تیر پویر که صاحب چه خبری دینن صاحب دا میره بانی و کسی مننه ما د تاسې تبصرې واورېدلې، داسې څه نه پاتې کېږي چې زه په غو باندې وغږېږم، خو بیا هم یو څه به ووایم. تقریبا یو کال څو ورځې په افغانستان کې د نوي دولت د حاکمیت څخه تېرېږي. د هرې ورځې په تېرېدلو سره اوسنی دولت پراخ بنسټه کېږي، ریښې په افغاني ټولنه او د سیمې په هېوادو کې پراخه کېږي او لا ځواکمنه کېږي. او د بیا پراخولو ډګر کې تقریبا په ټولو برخو کې، که هغه معدن دي، که هغه سرک جوړول دي، که هغه برق ده، که هغه د ریل کرښه ده، په ټولو اقتصادي برخو کې د بیا رغونې کارونه په ډېر چټکۍ سره روان دي او په ډېر شفافیت سره روان دي. او
ټول ملي عواید په ډیر شفاف حساب سره راټولیږي، په ملي خزانه کې غورځول کیږي او د ملت د هوساینې لپاره مصرفیږي. او په ټول هیواد کې بشپړ امنیت ده او خلک د امنیت له لحاظه په ډاډمنه فضا کې ژوند کوي. اما په دې وروستیو ورځو کې یو حادثه دا ده چې داعش کړنې یا ضد انساني کړنو زیاتوالی په کې راغلی ده او دا دوه لامل لري. لومړی لامل یې دا ده چې د روسیې او امریکا په مابین کې رقابت نسبت به له پخوا نه شدید شوی ده او د دوی رقابت یو د بل په وړاندې جدي ده. نو امریکا چې داعش د دوی نیابتي ډله ګڼل کیږي دلته اوس دوه مخې تعقیبوي. یعنی دا چې د داعش حملې زیاتې شوي یو علت یې دا ده چې د امریکا او د روسانو رقابت زیات شوی ده. دویم لامل یې دا ده چې ایران په سوریه او عراق کې د داعش لومړنی درجه دښمن شمېرل کیږي او همداسې داعش په سوریه او عراق کې د ایران لومړی درجه دښمن ګڼل کیږي. مګر په افغانستان کې دغه حالت برعکس ده. داعش زیاتې د ایران ګټې نه تهدیدوي او نه ګواښوي. داسې ویل کیږي چې په افغانستان کې ایران له داعش سره ځینې سدوبندونه کړي دي چې غواړي هغه د دوه مخو لپاره استعمال کړي او خپله نظارهګر واوسیږي. یو د افغانستان د دولت د کمزوري کولو لپاره او بل د روسانو په مقابل کې استعمال کړي ترڅو روسیه په افغانستان کې درګیره شي او دا په اصطلاح سیلبین واوسیږي او خپلې ګټې په مخ باندې بوسي. دا د ایران نه پخلا کېدونکې دښمني ده له افغان ولس سره او دا د ایران اشتینا پذیره دښمني ده هم له افغانانو سره هم له روسیې سره دوه مخی او غولونکی سیاست. یعنی د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې د افغانستان په هکله مطلق دښمني ده او غیر دښمني بل څه شتون نه لري. نو اوس د داعش اساسي موخې په اوسنۍ شرایطو کې د دغو دوه لاملونو پر بنسټ باندې یو د افغانستان د دولت د مشرانو په ضد او بل د هغه چا په ضد چې له اوسني نظام نه ملاتړ کوي او بل د روسانو پر ضد دي. وروستۍ حمله د روسیې په سفارت باندې دا اوج د رقابت د روسیې او امریکا په افغانستان کې ښیي چې دا یو ډېر خصمانه کړنه وه چې د دوی دوه ډیپلوماتان هم وژل کیږي او ځینې افغانان هم هلته شهیدان کیږي چې طبیعتا روسان به دا تلافي کړي. دا چې څنګه به یې تلافي کړي، څنګه به خپل انتقام واخلي، نو دا به وروسته معلومه سي. او په دې وروستیو کې بیا هم د دولتي چارواکو په ضد باندې، د دولتي مشرانو په ضد باندې، د اسلامي امارت طرفدارانو باندې د داعش حملې زیاتې شوي دي چې دا هم هغه نهایت خصمانه کړنې د امریکا د اسلامي امارت په وړاندې ښیي. اما په دې پرون د ملګرو ملتونو د سازمان منشي په خپل 15 گزارش کې وویل چې داعش په خراسان په افغانستان کې مالي منابع د انګلستان او آیرلند له لارې نه تامینېږي. دانو په نړۍ کې ډېره معتبره مثبته او مستنده منبع ده چې رسمان اعلانېږي. وخت چې د داعش پیسې اکمالات د انګلستان او آیرلند له لارې نه کیږي نو دا معلومیږي چې دا مستقیما د دوی پروژه ده او دوی دا مدیریت کوي او رهبري کوي.
همدغه پیسې که د یو بل مملکت له لارې تللی وی، مثلا د عربستان له لارې تللی وی یا د امارات متحده عربي له لارې داعش ته افغانستان ته راغلی وی، نو امریکا به دستي بندیزونه او تحریمونه به باندې لګولي وه، لکه په پاکستان یې چې ولګول، لکه په ترکیې چې ولګوله. مګر دا چې د انګلستان له لارې او د آیرلند له لارې نه داعش ته پیسې په افغانستان کې راځي، خو نو بیا هېڅ خبره نشته. دا نو بیا جواز لري، دا نو بیا مشروعیت لري، ځکه انګلستان د نړۍ ابر قدرت ته او د امریکا ستراتیژیک دوست ده. نو دا یو بربنډه مداخله ده او دا یو بربنډ حالت ده چې ښیي چې داعش د دوی لخوا څخه مدیریت کېږي او رهبري کېږي، او هغه څه چې د امریکا او انګلیس مخالف دي د هغو په ضد باندې استعمالیږي. دا د انګلستان، آیرلند او د امریکا په بهرني سیاست کې ډېره یو غټه مضحکه ده چې ملګرو ملتونو سرمنشي دا پربنډه کړله او رسوای کړله. دا که اوس هر څونه بهانې وکړي چې زموږ د مملکت له لارې ځي، خو د دوی د بانکونو له لارې نه ځي، هغه کانالونو له لارې نه ځي چې انګلستان او آیرلند یې په واک کې لري. خو دا رقم کوي، خو دا به د طالبانو په ګټه وي چې روسیه دومره واداره کي او امریکا دومره رقابت چې د دوی سفارت غواړي والوځي په هغه باندې، په داعش باندې. باید دوی نو زر دا طالب په رسمیت وپېژني، دا شانګهای ډله او دا نور. خپله روسیه هم ډېر ملګري لري، رفیقان ډېر دي په دا منطقه کې، هغوی وهڅوي چې دا طالبان ښایي په رسمیت وپېژني. دا ولې تعلل کوي؟ ایران، امریکا او ایران دوه مخی سیاست کوي. لوی خوا غواړي چې په دغسې کړنو باندې افغانستان بې ثباته وښیي، او روسانو ته ووایي چې د تاسې ډیپلوماتانو امنیت دلته شتون نه لري، نو قونسلګري فعالیتونه مو بند کړي، لکه چې بند یې کړله، او له افغانستانه پښې سپکې کوي او زیاتي افغانستان پرېږدي. او له بلې خوا ښیي چې د بلې خوا امریکا کوشش کوي چې د افغانستان او روسانو په مابین کې دغه د دوستۍ فاصله زیاته کړي. مګر په عمل کې دا څو ورځو کې داسې معلومه سوله چې د افغانستان او روسیې خواخوږي سره زیاته سوې ده، او نږدېوالی هم زیات سوی ده، سره له دې چې روسانو سره یې همکاري او نږدېوالی زیات سوی ده. د آسیا میانه هیوادونو په مابین کې هم دا څو ورځو کې هغه ډیپلوماتیک خواخوږي زیاته سوې ده. په څنګه دې کې د امریکا بې پیلوټه تیارې دي چې په سیستماتیک ډول باندې له دغه یو دوه میاشتونه را په دې خواته د افغانستان فضایي حریم باندې دوی پروازونه کوي. دا هم اساسا ستراتیژیکه موخه یې روسان دي. د روسیې په شاوخوا کې ضعیفه هیواد، ناتوانه هیواد هغه افغانستان ده، او دغه یو دوه میاشتې کېږي دغه تیارې دلته بې پیلوټه تیارې د امریکا د افغانستان پسا ګرځي. مخکې لغې نه وې، اصلا شتون نه درلودل، اصلا یوه تیاره هم نه راتلله. دا هم بیا د روسیې ته امریکا قدرت نمایي کوي په دغه سرحداتو کې، او دا ورته کوي که ما تیاره په افغانستان کې ګرځو نو بیا کولی سي آسیا میانه کې هم جاسوسي وکوي، او د تا ټول رازونه موږ له دې جر هم ترلاسه کړو، او افغانستان کې څوک نشته چې زمونږ په مقابل کې ودرېږي. او په څنګ د دې کې بیا هم غواړي چې په عامه اسحانو کې داخل د افغانستان کې د افغانستان دولت ضعیفه او کمزوری وکړي. خو اصلي لامل روسان دي. که چېرته د روسیې او امریکا مناسبات لږ سره نږدې کېږي، د افغانستان په هکله باندې بیا به نو نه بې پیلوټه تیاره وي او نه به داعش په اوسني شکل سره شتون ولري. خو دا امکان نشته ده چې د دوی دواړو روابط سره ښه سي. خو زمونږ په ګټه ده چې دغه روابط نور هم تشدید سي. هر څومره چې نور تشدید سي او د دوی د تخاصم خواته ولاړ سي، نو بیا به روسیه او د دوی اخباري هیوادونه ټول افغانستان په رسمیت باندې وپېژني. داسې یو مزمحاله حالت د افغانستان په ګټه نه ده چې نه روسان سره او امریکا نه سره ډېر خواږه دي او نه ډېر ترخه دي. دغسې یو حالت ده چې بیا به داعش هم انفجار کوي، د پیلوټه تیاره به هم وي،
دو حالت دی افغانانو په ګټه دي چې یا دوی ډیر سره خواږه شیر او شکر سي او یا ډیر سخت سره دکمنان سي. نو اوس دوی د دکمنۍ خواته روان دي او روسانو د یو دوه ورځو کې خپل بهرنۍ پالیسي سر له نوې اعلان کړله چې دا ښیي چې دوی ولاړ سي د یو دوه قطبي نړۍ خواته. نو هر څومره چې د دغو ابرقدرتونو تر مابین تخاصم او دکمني زیاتیږي دغه شرقي قدرتونه د افغانستان څنګه ودرېږي او افغانستان په رسمیت پیژني. او په اوسنیو شرایطو کې سره له دې چې رسمن رسمیت پیژندل نه دي اعلان سوي، له افغانستان سره ټول ډولونه که هغه اقتصادي دي که هغه سیاسي دي که هغه تجارتي دي که هغه ډیپلوماتیک دي راکړه ورکړه لري، لکه دواړه رسمي هیوادونه او یو بل ته همدغسې په مشروع شکل باندې درناوی لري. په څنګ دې کې د پاکستان مداخلې، د ایران مداخلې، د تاجکستان مداخلې هم شتون لري. خو له دغه ټولو مداخلو، له دغو ټولو فشارونو سره د افغانستان اوسنی دولت هغه د پښتو یو د رحمان بابا یو شعر ده، وایي لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راسي که بهار. نو د دوی دولت لپاره بې تفاوته، دولت خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست داسې مخکې بیایي چې کورنۍ سیاست کې د افغانستان ملي ګټې خوندي کوي، هم په بهرني سیاست کې به همدې ترتیب سره د بیا رغونې کارونه کوي، اقتصادي کارونه کوي او د خپل حکومت د لا مضبوطیا لپاره کارونه مخکې بیایي. په څنګ دې کې سره له دې چې روسان او امریکایان ونه توانېدل چې په امنیت شورا کې د افغانستان هغه څو چارواکي چې په تور لیست کې و هغه تور لیست د سفر څخه یې وباسي او د دوی سفر آزاده کړي، اما د امریکا او افغانستان تر مابین یوه دقیقه هم خبرې په ټپه نه دي درېدلې. په ډېر سیستماتیک ډول مذاکرات په مختلفو خواوو باندې روان دي او وروستنۍ خبرې چې سوي دي امریکا هم دې ته حاضر سوي دي چې 3.5 میلیارده ډالره د افغانستان په واک کې وبرکي، خو په ځینو شرایطو باندې سره جوړ نه دي راغلي. یعنې دا په دې معنی نه ده چې هغه سفرونه نه دي خلاص سوي، نو د امریکا او افغانستان تر مابین خبرې په ټپه درېدلې یا نورو هیوادونو سره خبرې شتون نه لري. هغه په پراخه کچه ادامه لري او دا چې امریکا په اوسنیو شرایطو کې حاضر سوې ده چې 3.5 میلیارده ډالر افغانانو په واک کې ورکړي، دا یو ستر ګام شمیرل کیږي. هماغسې چې تاسې اشاره وکړله، په مزار شریف کې د جنوکیانو مکتبونه خلاص دي، پکتیا کې د جنوکیانو لیسې له 1م صنفه تر 12م صنفه پورې خلاص شولې، ابول پرون په د خوست په ولایت کې. البته باید عرض وکړم چې پکتیا کې په یو ځانګړي ډول باندې دا مکتبونه خلاص سوي دي، یعنی حکومت امر نه ده کړی، وزیر د معارف امر نه ده کړی، له خپله د کلیو کورو ښارو ولسوالیو مشران راجګ سوي دي، له محلي چارواکو سره په تفاهم باندې مکتبونه خلاص کړي او مکتبونو پیل کړی ده په درس ویلو باندې. نو اوس د خوست مشران هم غواړي چې خپل مکتبونه خلاص کړي او په همدغه ترتیب باندې دوی سره په خپلو کې اوس په مذاکراتو باندې بوخت دي، چې دا یو مثبت ګام ده، یو نیک ګام ده، کېدلی شي چې دغه لړۍ افغانستان ته وغځېږي. دا مفید یو کار ده، موږ هم خوشحاله شو چې پکتیا او هغه کې اتا په بلخ کې هغه والی ښیي چې هغه د طالبانو امر ته توجه ونه کړه، مکاتب یې همداسې خوشې کړه. یعنې داسې پاتې پالیسي دي حکومت چې دا مکاتب باید خلاص شي، دا به بهتره وای اوس دې چې محلي تصامیم ونیول سي، حکومت ته توجه ونه کړي، وایي موږ به تاسې پسې نه ګرځو. داسې یو هرج و مرج نه ښیي خود سری چې بیا به سبا یو بل سره یو بل قرارداد کړي. پردې شاته خو طبیعتا حکومت موافقه شتون لري، د پردې شاته د حکومت ملاتړ شتون لري، ځکه یو مکتب چې خلاصیږي هغه کتاب په کار لري، ماش په کار لري، نور مصارف په کار لري. نو د پردې شاته هغه حتما شتون لري، اما د پردې مخکې دا ده چې عام ولس راغی او عام ولس مشران راغلل مکتب یې خلاص کړي،
چې دا یو ډیره ښه لړۍ ده او امیدوار یو چې ټول افغانستان ته نشعت وکوي. اما یو شی چې مهم ده، د یو اسلامي حکومت، یو اسلامي دولت اسلامي وظیفه ده، اسلامي دنده ده چې د خپلو ولس، د خپلو هیوادوالو لپاره، که هغه نر ده، که ښځه ده، که هغه نجلۍ ده، که هلک ده، د ټولو لپاره د تعلیم، تحصیل او کار زمینه او ښه شرایط برابر کړي. او موږ هم هیله لرو چې د افغانستان دولت هر څومره ژر چې ممکن وي د خپلو هیوادوالو لپاره د تعلیم او تحصیل شرایط په ټول هیواد کې په یو شان شکل باندې برابر او مساعد کړي. یو مکاتب هم دی، د کار د ښځو چې ځینې ښځې شدید ضرورت لري چې یو چېرته کار وکړي، چون میړه یې مړ شوی ده، کونډه ده، یا دا یعنی خاص شرایطو لاندې هغه ښځې چې هغه دي هغوی ته باید کار ورته برابر شي، او همداشان تشویق شي چې ښځې هم په ارګان د حکومت کې تعداد زیات شي. یو بخش بل اوریاد صاحب، دغه هغه انتحاري شیان ډېر شوي دي. مرحوم شهید مجیب الرحمن مولوی صاحب، هغه ورور یې قتل ورسېدل، هغه له حکومت سره هم ډېر نږدې و، دغه خپله طالبانو ډېر غلې تېره کړه، نه یو ورغه هلته جنازې کې اشتراک وکړو، نه کومه ابلاغه یې نشر کړه، دا ولې داسې شو؟ جناب مولوی صاحب مجیب الرحمن، خدای پاک دې وبخښي، هغه په هرات او جنوب غرب حوزه کې ډېر تاثیرګذاره شخصیت و، او تقریبا د هلته امر ورکاوه او د ده امر اجرا کېده، حتی د جمهوریت په وخت کې هم. سره له دې چې د ده احکام په جنوب د غرب د حوزه کې د اجرا وړ و، د ایران په بلوچستان کې زیاتو مسجدونو او مدرسو په یو ډول نه یو ډول د سره روابط درلودل، او د ایران سنیان د ده تر اغیزې لاندې و. او په عین زمان کې ایران په هرات کې له مولوی صاحب مجیب الرحمن سره ځانګړي رقابتونه درلودل، د ده په مقابل کې لسهاو مدرسې جوړې کړې ترڅو دی ځای به کې د مدرسه ځای به کې، په لسهاو شخصیتونه یې تمویل کړل. یعنی یو نوه رقابت، دښمنانه رقابت ایرانیانو له مولوی صاحب مجیب الرحمن سره درلوده، او دا ورته زغم نه و. یو دا چې په هرات یا غرب کې د ایران نفوذ تقریبا پای ته رسولی و، او بل دا چې د ایران په سنیانو کې د ځانګړی نفوذ، طرفداران او ملاتړ یې درلودل. هغه و دلته داسې ویل کېږي چې ایران په ډېر ناځوان مردانه ډول باندې دی په شهادت ورسوه او مړې که، تر څو هغه ګواښ چې د ده له خوا ورته متوجه و هغه ګواښ له مابین یوسي. اما وروسته موږ ځینې ایراني سایټونه ولیدل، مثلا یو سایټ د ایرانۍ په نوم د آریانا نیوز، وویل چې دلته یو درې د عربستان سعودي ډیپلوماتان هرات ته راغللو، دا یې وواژه. یعنی یو ایرانۍ سایټ دا لیکي چې په ایران کې هیڅ نوه خبر پرته د حکومت له اوکې نه نسی نشریدلی. نو دلته بیا غواړي چې هغه خپلې کړنې په دغه ترتیب سره پټې کړي، تر حال چې د عربستان سعودي کې تحصیل کړی و او هلته یې ښه روابط درلودل، اما د ایران لپاره د زغم وړ نه و، او دا یوه ستره ضایعه وه. اگر چې دلته دغه داعش وایي دغه مسؤلیت اخیستی ده، دا واقعیت لري؟ ما مخکې درته عرض کړ چې داعش لی او ایرانیانو په خپل مابین کې یو نوه زدوبند، او دا زدوبند دوه مخې لري، یو چې د روسانو اهداف په نښه کړي، بل د افغانستان امارت شخصیتونه په نښه کړي او دوی ګوښه پاتې شي، او که دوی ته تلفات هم رسېږي هغه باید ډېر محدود او ناچیزه او د یو پلان پر بنسټ باندې وی. جالبه ده. امروزو د افغانستان اسلامي امارت یو شی بله، ما غواړم چې پوه شم، د مجیب الرحمن یو ورور ده، د څه نومېږي، فضل الرحمن،
فضل رحمان آقا ودریده و که خبری و که زین افغانان هم وایی چه آقا هم تکره ده فکر که ایی چه آقا بایی دقیق جای ونی سی و ده محراب و منبر با دکی آقا اول چه خپل خبرو که چه ده پینزه دقیق لخپل رو را جداست کن وقت که چه هم دقیق دروازه ده باجت ترارسی گی نو رو را ده تا دستور ورکه چه تا پا دی دروازه باید ننوزه پا دا پل دروازه باید لارسی تو یاد ری ده پیدا خبر ورته که یو آقا پا پل دروازه زی آقا چه پا پل دروازه زی دلتا با من پیجار کهی عام خلق داسی وی چه ده دو رور ام دا مولای سیب فضل رحمان پا طول و رازونو که مولای سیب مجیب رحمان سر شریک و او دا با دا توانبندی او ظرفیت ولری چه پا یو نوی شکل او پا یو خمی توت سر دا وسانه لری چه ده دو رور پا مخ پیولا پر مخ باندی بوزی پی اوخی همکاری سر او لپل خواد سخده مولای سیب مجیب رحمان هم ایرانیانو تا هم دی بغاوت دلت سخت پو غصه سوی دی او پراتلوی که ممکن دوی جدی اکسول عملون هم پتی حق لباندی ولری درستم اما پسند دی که ویلکی که چی او کمیتا جوڑا سوی دا چی دا کمیتا د اساسی قانون په مساوده باندې کار کوي تر څو دغه مساوده تکمیل سي او وروسته له هغې بیا تصویب سي چې دا یو غټه او ستره لاسته راوړنه او ستر ګام شمیرل کیږي او د افغانستان د موقت دولت یو له سترو وظایفو او ستراتیژیکو وظایفو څخه یې هم همدا ده چې نوی قانون اساسي باید جوړ کړي او د نوي قانون اساسي پر بنسټ باندې حکومت دولت دا خو ډېر ښه ده امپراتوري کې باید وچلیږي درست درست انې دا څو ټکي چې دنیا ګوته ورته نیسي موته هم نیسو د مکتب و د قانون د اساسي د افغانستان ده او عدالت ته چې دغه خلک چا چا قلاب تلف کړی د هغوی عدالت را وبلل سي دغه څو انې معقوله پیشنهادونه او خواستې موجودې دي نو انشاءالله هغه به ورو ورو عملي کیږي او د حکومت سرپرست به هم تغییر کوي نو یو دایمی خلق با دوی معرفی کهی اید سنگه؟ وقتی چه قانون اساسی جوریگی طبیعتا قانون اساسی باید تصویب سی یو با صلاحیت ارگان لوی جرگا یا کنبل ورطا ارگان لخواسخا وقتی چه قانون اساسی ناپس کهیگی لناپس دولو سرعسام باید موقت حکومت و نوی حکومت تا چه اگه قانون اساسی حکومت بی و دی قانون اساسی پر بنشد بوی واک با پا مسالمت آمیز او سولیج دول بانده ور انتقالوی او دی دوی دنده با پای ترسیگی مگر تر اوز پوری دوی خپل دندو که بریالی دی او خدای پاک دی نور هم بریالی ولی دیر مننه اوریا سب دیر که اوغه گیده بیا هم بیا با انشالله ما تاب تماس کیو خدای پاک تم سپارلی است مختمو خاص سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله بسر ایک تحلیل جالب آقای اوریا سب میربانی کردن دست ایران با داعش یک جا در امور افغانستان داعش یک شبکیه است که هر کس زیاد پول داد اما تو گو و رشاخ میزنه و یک کس میکوشه نه اسلام ده اونجا درک داره و نه اگرچه خود آغاز داعش از عراق و که علیه شیعه ها یعنی تشکیل شده و یک حکومت سنی صدام حسین از بین رفت قرار تحلیلی است که در امو فعل و انفعالات وقتی امریکا آمد عراق اشغال کرد و حکومت شیعه را روی کار آورد سنی ها بسیار تعجیز شدن و بسیار بد حال دیدن بنان از متن قهر و غضب سنی علیه شیعه داعش بیرون شد حکومت اسلامی و عراقی شامی داعش از درست شده آیسس و بالاخره نشد کرد به بعضی ممالک دیگه مونتا تحت عنوان و لوگوی داعش در افغانستان و دیگه ممالک از این عنوان استفاده میشه و ایرانی ها هم بعید نیست هم چیزی که آقای اولیا تحلیل کردن بسیار جالب بعید بود که آقای مجیب الرحمن واقعا در برابر امی توطئه های شومه حکومت رزیلانه اخوندی ایران
شعار میداد و شنیده شده بود. چند ماه قبل هم یک تحلیل را ما شنیدم که وقت هم طور بوده بعضی مدارس شیعه در حواشی شهر ایرات و در خود ایرات باز شده بود که ضد همی مجیب الرحمن انصاریان چی اونا میگن و تأثیر گذار بود بالای افکار سنی مذهبا و بلوچا در ایران، از نطفه او را خاموش بسازه. دیگه خدا کنه که آقای فضل رحمان خان برادر اونا هم چون در یک گهواری کانون خانی انصار اینا تعلیم دیدن، انشالله امو بیرق و امو چراغ حمل خواهد نمود. یک نفر از این لندن تلفن میزنه. بله سلام علیکم. الو بله بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام. ببخشید غفوری صاحب سلام علیکم. خیر و خیر. علیکم السلام جناب خطاب صاحب، بیننده تلویزیون جهانی پیام افغان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. جناب خطاب صاحب، در صفحات فیسبوک تصویر از اعضای پارلمان انگلیس را نشان میدهد که پارلمان انگلیس دیروز از سالگرد و کشته شدن احمد شاه مسعود سرکرده شورای نظار بزرگداشت به عمل آوردن. این حرکت پارلمان انگلیس نه تنها به قماندان مسعود و بقایای جنایتکار و فراریش اعتبار و عزت در نزد ملت افغانستان و جهان نمیدهد، بلکه موجب رسوایی بیشترش مبنی بر دوستی با یهود و نصارا و غلامیش با یکی از بزرگترین کشور شیطانی و تفرق انداز جهان یعنی انگلیس را نشان میدهد. اگر قماندان مسعود واقعا قهرمان ملی افغانستان بود، آیا یک کشور که 100 سال قبل به واسطه اجداد قهرمان واقعیشان از سرزمین افغانستان رانده شدند و فرارشان باعث سقوط امپراتوریشان در جهان گردید، آیا به قهرمان آن کشور احترام قائل می شوند؟ مسلم است که هر ابرقدرت و هر کشور از امان اشخاص و افراد حمایت می کند که جاسوس و غلامشان باشد. اعضای پارلمان انگلیس اگر کم عقل و اوش و شناخت از تاریخ افغانستان و بالاخره وجدان سالم داشته باشند، باید هر تصمیم و هر حرکتی که در رابطه با افغانستان به عمل می آورند مبتنی بر عقاید تاریخی باشد که اعتبارشان را به عنوان یک پارلمان مقتدر حفظ نمایند. در غیر آن با حمایت همچو اشخاص جنگ افروز، معاملگر و دشمن آرامی و امنیت مردم افغانستان، قلب میلونا انسان داغدیده ما را که سالها به واسطه تفنگداران بی‌هدف و قدرت طلب مورد ظلم و استبداد قرار گرفته بودند، جریه‌دار می سازد. پارلمان انگلیس چرا یک روز از سالگرد قهرمانان واقعی آزادی و استقلال افغانستان، نائب امین الله خان لوگری، عبدالله خان چکزایی، محمد جان خان وردگ، وزیر اکبر خان، ملا مشک عالم غزنی، موسی خان کابلی، میر مسجد خان کوهستانی، میر بچه خان کدامنی کابلی، محمد ایوب خان میوند تجلیل و عمل نمی آورند؟ پارلمان انگلیس چرا یک روز به یاد میلیون ها بیوه و یتیم افغانستان که از اثر جنایات متحدین جنایتکارش آمریکا و ناتو به جا مانده دلجویی به عمل نمی آورد؟ فکر می کنم برای قماندان مسعود و بقایای جنایتکارش رسوایی بالاتر از این نخواهد بود. مردم مسلمان افغانستان همیشه فریب چنین جاسوسان و غلامان القبه گوش یهود و نصارا را خوردن و شعارهای زندباد و مردباد دادن. شاعر چیز با سروده
بس که دلتنگ گشتم از نیرنگ یاران درنگ دوست دارم هر کی را در دشمنی یک رنگ است و من الله توفیق. بله دوست فرمودین متراس امروز امیال میدیدم باشین که چی نوشته که اکسی همه چای مسودا و گورباچوف اینجا نشان میده و اونا گفته بودن که میخایل گورباچوف میگه مسود برای ما کار میکرد او امنیت تونل سالنگ را به دوش گرفته بود تا بالای اساکر ما حمله نشود که ایر عملا شما دیدین تجربه کردین در دوران جهاد که تونل سالنگ تا آخر باز نگه داشته شده بود در برابر پول و نمیدانم قراردادی که با مچاخان امضا کرده بود همیشه با من در تماس بود گورباچوف میگه و اطمینان میداد اگر یک عسکرتان کشته شود پول و تجهیزات نظامی تان را بالای ما بند کنید. این را گورباچوف در یاد داشته خود نوشته واضح دیده میشه اینجا و عملا هم یعنی بعضی وقت آدم میگه که خب این حرفایی که زده شده او را آدم به کدام استناد مامو بود که مو تونل سالنگ تا آخر باز نگه داشته شد اما همین راکت و بم و کارتوس و مهمات و تجهیزات نظامی اتحاد جماهیر شوروی از همین تونل سالنگ سر با سحنی رد می شد و می آمد و سه قرا و قصبات افغانستان با خاک و خاکستر برابر کرد همین 2 میلیون انسان که کشته شده اگر امون راه بند می گردید دیگه همه همین تجهیزات از راه هوا بسیار دشوار بود راه های زمینی و مواصلاتی اونا وقت مسدود میگردید و این در خود نظام عسکری وقت بخش استحکام و مواصلات و تنقلات مسدود شوه یا زده شوه یا راه ها بند شوه تأثیر گذار است بالای تنقلات تجهیزات جنگی امو جبهه بسیار ضعیف میشه امی انتقاد تا حالی کس نکده امی قهرمان و حالی که شهید و قیل قیل بپره چند تا و خوب شدن که اما گم شدن از امو پنچیرام رفتن و دیگه جا کولاب و از چی میگد اندرابم گم شدن دیگه چیره های اونا را کس نمی بینه امی فامیلیت اما چای مسود برادرای دوزی از اینا امی دروگو و ها زیا و احمد ولی و که دیگه باز امو چوچه گرگ زاده گرگ شود اگر با آدمی بزرگ شود همه تو راز ولی او احمد جان همی مطبعات احتوا داشته در حالی که جنگ های فیسبوکی و یک افغانستان انترنشنل و دیگه او را منعکس می سازه در حالی که در میان پنشیری و غیر پنشیری جنگ و مخاصمت بلند می سازه دیگه ای چیز دیگه از دست از اونا پورا نیست یعنی اگر اونا مقاومت هم کنه مقاومت کرده نمیتونه در حالی که مقاومت کس ندیده در پنشیر آرام آرامیس راپورایی که میرسه دروهای شاخدار این داستان انشالله ایستا ایستا فروکش میکنه دیگه در زبالدان تاریخ دیگه میوفتن امینا بله سلام علیکم سلام علیکم خطاب سر و علیکم سلام بفرمایید خطاب سر امی راجع به گفتار متقی صاحب که میگه که امی در مورد الزواری که یعنی که میگه تحقیقات امارت اسلامی هنوز هم دوام داره در این مورد و امریکا هیچ سند را هم برای کشته شدن از زواری یعنی که پیشکش نکردن هنوز کدام ثبوت نیست یه به این مناس خطاب صاحب که یعنی امی امارت اسلامی همشان آگاه هستند و میدانن که امی به اصطلاح افغانا همو دوم به امی اداری آقای بایدن از زیر پای خود گرفتن به خاطر که آقای بایدن در اینجا آمد یک دروغ کلان به امریکا گفت که ما از زواری را کشتیم و این را با هماهنگی مقامات امارت اسلامی کردن در حالی که چنین کار نشده اگر آقای بایدن با امارت اسلامی تعامل نکنه و به رسمیت نشناسه من فکر میکنم که به زودترین فرصت به تا نزدیک انتخاباتی تمام چیز از این افشا میکنه و این نام آقای بایدن یعنی که نامبد دنیا و تمام در داخل امریکا و هم میشه که به بسیار یک دروغ کلان گفته و همچنان خطاب صاحب قسمی که امی چی که گفته که امی در مورد احمدشاه مسعود که یعنی که لندن چی کردن همین چند لحظه پیش امی ملکه لندن هم مردک به مرگ طبیعی خود که هم یعنی هم آغاز سلطنت از یاس من فکر میکنم که یعنی که دیگه سلطنت یاس از امی کشور انگلیس که به اصطلاحی که تمام امی ثروت افریقا و هند و کشورهای دیگر آورده بودن در اونجا به غارت برده بودن در انگلیس
و فعلا در جهان همین اقتصاد انگلیس در هم خورده، خصوصا از اروپا، از جرمنی، از همگی، که اما فکر میکنم که آخرین لحظات اروپا به حساب اقتصاد دنیا، که اقتصاد دنیا رو به بسیار خرابی است، که فعلا تمام چیزهای کووید 19 همه چیز در زیر تو به اصطلاح وانا در زیر توشک پت کرده بودن که هم دیگه پنهان شده نمیتونه و بزرگترین سطح اقتصاد دنیا سقوط میکنه، خصوصا اقتصاد اروپا که دیگه هم هیچ یعنی دوباره به اصطلاح نمیشه و انگلیس مثل یک بنگلادش تبدیل میشه. میخوام نظر شما را خطاب بدید. یک چی شریف شر خوب داشتین، یکان بار در میان گفتاری عام یک چند جمله نظر آدم جلب میداره، یکی او خو همین خود فیری که کرد و امری که الزوایری را از بین ببره، به نظر ما هم خود 36 انسان ها هم میتونه بسیار مسائل روش کنه. او یکیش همی بود که در مواقع معین وقتی کاری از اینا بند میشه و یا موریت محبوبیت یک رئیس جمهور در امریکا پایان میره، ما باید دارم درم او انگامی که کلینتون امو فاجعه که برای از او پیش شده بود ارتباطات جنسی با زنا و دیگه و دیگه، راسان رفت در پکتیا مراکز القاعده و اینا رو بمباردمان کرد که توجه مردم به بیرون بیشتر گردد که افغانستان امریکا زیر خطر است، ما در یک جنگ هستیم، که مسئله داخلی که در برابر از او موجود بود او فروکش کنه، یعنی توجه مردم به یک طرف دیگه جلب شد و محبوبیت خود از دست نتا. و این در سیاست روا هست و اینا میخوایم که همه تو یک چیز غایله را برپا کنن که از امو فوکس اخبار به یک طرف دیگه برو. حال هم محبوبیت آدم کنه پیخ و خواب برده جو بایدن شر پایین آمده و دموکرات ها هم یادم شاید دیگه معرفی نکنن یک کسی دیگه را در انتخاباتی که دو یک کنیم سال بعد آغاز میابه معرفی بداره و این بر ترتیبی کس میخواه که یک چیز را دستاورد را نشان بده در پالیسی خارجی خود و همچنان در داخل بالا اقتصاد کار کنه تا واجد شرایط بگرده دموکراتایی را بپذیره که به دور دوم باز هم در انتخابات خود کندید بسازه. یکی از او همین مسئله الزواهیری بود که در کابل یک خانه خالی را گرفتن زدن که ما الزواهیری را از بین بردیم و کشتیم و بالاخره یک کردیت بردارن و طالبا هم او را ولی قایم گرفته، شاید مخفی با امریکا بشار با تماس باشند که ما خوب میریم و میره می خانه را یکی میگه پوش کرده و پارچه های امو انفجار و اینا را هم را نگه داشتن که به جهانیان یک روز تفتیش کنم و طالب هم مکرر میگه. امیر خانی متقی گفت که زیر تحقیق است بابا. چی تحقیق است؟ خوی خانه یک منزل رهایشی یا نشیمن وقتی انفجار میکنه، او را شما زود میتونین برین بگوین که اینجا خو هیچ بینی کسی هم خون نشده، نه الزوائری بود و نه دیگه، مگر ایره به حیث یک حربی سیاسی شاید نگه داره در برابر جو بایدن که انتخابات هم نزدیک است بیادر، ما خوب اینجا ثبوت میخوایم و خودت ثبوت ارائه کرده نمیتنی، دیگه بیا به امرای ما یک معامله کو که بیگه پا ایلا بتیم و خاموش بروه و شما هم کرده تگه میگیرین. بسیار مسئله خوب شما اشاره کردین، من فکر میکنم که همه تو یک چیز خاط بود، هم از اوزای طالب معلوم میشه و هم از ایالات متحده امریکا که میخواین کردیت بگیره، در حالی که شاید الزواهیری زنده نباشه، به مرگ طبیعی خود وفات نموده باشه و از او میتونه استفاده کنه. همه تو که اوباما از مرگ اسامه بن لادن استفاده کرد. بله سلام علیکم. آقای خطاب سلام احترامات در خدمتتون تقدیم میکنم. و علیکم سلام، بفرمایید. تشکر آقای خطاب. دمیسی مکتب پکتیا دیرو از شما شنیده باشین سخنرانی آقای مجاهد که سر یک واکنش سخت نشان داد که ما خبر نداریم از این مکتب، مکتب واسطلن نمیتونن، ما جدید چیزی نداریم. ساریم تر یک اساسیت نشان داد مقابل واسطلن مکتب، گفت ما ایر بررسی میکنیم در نشست. مثل شما چطوری خبر طالب پکتیا؟ ولی امور ما ندیدیم، همه تو یک چیز ما ندیدیم طالب. خب نه
ای صاحب ما وقت باشتم برتان چیکار می‌کنم؟ ما واکنش سخت نشان داد که ما هیچ خبر نداریم از این مکتب، با این مکتب بررسی میکنیم. اونی از طرف وزارت معارف ما مکتب میتونیم واس کنیم برای کلگی یک دفعه اگر واس کنیم. به نمی زبان گفت گفیره یه رسمیت نداره پیش دولت و یه مربوط وزارت معارف نیست. به نمی سخندرانی که ما برتان میگم اگرچه ما امیالی از امی آقای اوریا هم پرسیدم نایفم چون با پشتو صحبت کردن اونا گفتن که ما گفتم این چطور خودسرانه ای کارا را اینا میکنن ای خب برای حکومت یک تانه است گفت نه مخفی البته می حکومت با اینا برای زی که معاشات و مسائل مصارف یک مکتب خو وزارت معارف تادیه میداره دیگه به اول حال زیر پوشش وزارت معارف این مکتب باز میشه دیگه چطور میتونه که خودسرانه یک چیز باز شود این چیز گفت آقای مجاید این چیز گفتن وزارت معارف میتونه واس کنه و خلاص مگر حال خوب باز شده یعنی ما حال خوب باز است گفت که یعنی گفت که رسمیت نداره پیش ما گفت ما چه باز ما اینو بررسی میکنیم که چرا واس کردن این مکتب دومی که آقای خطاب دمیسی الزواهری برتون بگویم چرا طالبا امون روز یا دو روز بعدش چرا می خانه را کمره را ناوردن بگن نشان ندادن دانه بدانه که فکرین که خانه خالی هیچ گپ نیست چرا پت کردن این میره پایت از طالبا می کار نمی کرد اگر چیز نبود کس نبود خواهد مدقر نشان می دادن که برادر فکرین که خانه خالی را دارن که جانیان می فهمید که راستی خانه خالی خود اگر چه امور اینا اعلان کردن که خانه خالی بود یک راکت آمد خورد مگر حال تحلیل دهی از سمیال یک دو دقیقه قبل امیر عرض کردم که در خود سیاست داد و گرفت است امتو که جو بایدن در امریکا محبوبیت خود از دست داده و خانه خالی را زده و که ما چی را کشتیم از دو طرف طالبا هم میتونه که امیر روش بسازه مگر که آیا چرا مفید است امیر بگویه امیال طالب میگه زیر تحقیق از بابایی اگر کنی ما تیر شد یا خانه را میتونین امو خاکسترش را میتونستین به لابراتوار ببرین مگر برای ازوا شاید امی باشه که با امریکا را بگویه برادر ما خوب یک گپ بالا کرد و گفت که شاید امریکا را بگویه ما را به رسمیت بشناسین در غیر از اون ما چی را روش میسازیم که شما دروغ گفته بودین جو بایدن امی محله که زده در اینجا الزوائری موجود نبود در غیر از او شما بیاین ثابت بسازین ایگه پا اگه ببینین طالب بسیار خب میزنه و قضیات میگه زیر تحقیق است زیر تحقیق است و زیر تحقیق مانه از این که اینا میخواین که یک چیز یک لغمه چرب خوب برسه برای یک لغمه چرب و دوی در سیاست رواز تشکر آقای بله سلام علیکم بله سلام علیکم محترم خطاب و علیکم معلم صاحب څنګه جوړ یې لاره چې دا ټول پامیر سره جوړ و سی خپل خو نام خدا ښه تکړه ښکاری تر پخوا خو ډېر ځوان ښکاری نظر مې نه کې پای دې خوار نه ته ته دا معلم صاحب نه 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 ښه 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 ما خو نن ښه سبا نه ښه بل نه ما دا دوی مسئله دا طالبان و اکسالامر بنو چه شیسی بلاخره یو دا دا والی دا تخارا دا ما دا ورور زمان ما تا نولی طول ما چو وقت مختم ویل طول تا دورستم پوری مکتب تا زی چیری؟ والی دا مزار چیری پویلی چه مایی تو کسی کورا نیسی دا هر روز پا زرون پا رازی ما بوری خوشی دی او دغه د یو دام سره بل دا مکتبونه د ورور مکتب ویلي چې دا مجاهد وویلې واضح تا به نه لیدلی چې د موږ خبر نه وي د دې مسلې څه موږ دا معلومات اخو نو دا دوه مسلې د دې عکس العمل دواړه د دې بېلې اجازې دي بېلې قدرت دي دا د دې عکس العمل به یو جنجال به دوی ته خلق نه شي ته وایه دغه مې پوښتنه کوله څنګه یعنې جنجال به پیښ شي د دغه دپاره چې هغه مکتبونه مثلا د خانانو بیل د دې اجازه بیل د دې د پښتنې خلاص کړي د دې مصارف څه کور کوي دا چې وریا سره ویل په شا کې شاید یو شی وي لکه مجاهد وویلې چې موږ په خبرې هېڅ نه یو د دې معلوماتونو کوو بل والي د مزار شریف د دې غواړي چې څه وارې اقدام کړی چې هېڅ کې هغه وایي ما خلکه خوښوي په زرو نه پر دروځې راځي زه خدمت کوم هېڅوک ما نه شي ایسته کولی دا دوې مسلې وم د دې باره کې یو جمال نظره داسې یو شی زه فکر کوم وروره چې دا خبره په خپله طالبانو کې
ځینی ډیر ډیر سرشخه ډیر کله شخه ډیر لیونیان ډیر بیعقل خلک هم ډیر دي پکې چې همدا سپاره یې لوستې ده او نور عقل کم ده پکې هغه ډیر سرتنبه بیعقل خلک هم ډیر دي پکې هغوی به شاید په زرهاو همداسې بیعقل خلک به څنګ کې وي دا طالب دغه قرباني چې ورکوي دا د دنیا څراغونه پرې پراته دي او چیغې دي او چې مکتب نه خلاصېږي موږ یې په رسمیت نه پېژنو دلته او هلته او دا نور ته هم خدای ورکړي او چیغې وایي او دا ښځې لکه شادیانې غوندې هر چېرته ناستې دي چیغې وایي په لندن کې او دا خو هاخوا دا غونډ چې زه ګورمه دا دومره لویې بلاوې ځان ته راکټولي دي د ننه ګوري چې که یو وارې د طالبانو نظام یو وارې سره ونښتل ډز او ډوس شو هغه لکه داخلي جنګونه چې د حکمتیارو د حزب وحدت او د جمعیت او ممیت یو وارې به د خپلو منځو کې تیکه تیکې کې خپله د دوی بقا مطرح کېږي کینې څنګه کېدای شي چې عباس ستانکزی ودرېږي او په همغه شادومت چې لما نه لس برابره دی ډېر تریخ او توند ولګېده په طالبانو چې دا مکتب ولې نه خلاصوي دا او هغه اوس غلی ده یا دا نورې چې دي همدا هر یوې چې ولټوي وایي موږ حاضر همدغه اوس په قندار کې وزیر د هغه عامر د معارف د قندار ویلي چې له پاسه کام وروسي موږ اماده یو زرې خوشې کوو مانا یې دا ده چې حرام نه ده روا ده موږ هم اماده یو مونتا یو چراغ را شین چراغ راکي موږ یې خلاصو دا مانا دا ده چې عام تقریبا اویا پنځه اویا په سلو کې طالبان دغه غواړي چې همداسې شي دا یو فریضه ده دیني له نظره او د اجتماعي او دنیایي بلبل مګر یو لس یا شل په سلو کې همالته همدا جاهلان ناست دي شاید نه پرېږدي د هغه لپاره طالب دې نزاکت ته متوجه ده که یو وارې یو دننه سره طالبان ونښتل ډېر لوی جنجال ترې پېښېږي بیا غونډه دنیا به ورته وایي بیا هغه ډېر لوی مرض ده هغه د موسی علیه السلام او د څه ورته وایي د اسرائیلو د قوم چې خدای تعالی ته ورغی کوی تور ته چې درې بلاوې در باندې نازله وو قاطي ده او مریضي ده او نه پوهېږم نفاق ده کوم یو یې قبلوي هغه خلک چې له عقل یې نه درلود هغوی ویلي ده یا خدایه دا مریضي او قاطي په موږ مه راوله هغه لویانو چې هوښیار هوښیار وو هغوی کېناستل وای نه دې کې یو راز ده سړی ده موسی علیه السلام ته یې ویلي چې خدای ته چې ورغلې ورته مهرباني وکړه ورته ووایه چې په موږ دا نفاق مه راوله نور هر بلا دې چې ده موږ یې تحمل کولی شو انشاءالله د تا په محبت وي تا په لطف به تیر شي بیا خدای تعالی چې ولیده چې دوی ولا هوښیار خلک دي بیا هغه نورې بلاوې هم پرې رانازلې نه کړي دا آیتونه د قرآن دي د هغه لپاره دغه نفاق ډېر یو بد شی ده د طالب یوازینی ښه هغه هغې چې ده ارزش اتفاق کې ده د طالبانو او دوی هم پېږي که یو وارې بې اتفاقه شو خپلو منځو کې ولویده هر یو بیا نقص کوي د هغه لپاره دغه مکتب و د مکتب تړلو ده دا غونډې تانی په ځانه اخیستی شي چا ته ویلی هم نه شي دغه شی چې ما تا ته وویلي زه فکر کوم اوس به البته داسې یو شی څه وایي چې هغه شلو فیصدو ته به وایي چې موږ خو نه دي ویلي خو خپله یې کوي وا وروره څنګه یې کوو په لحاظ د خدای خو هغه د پکتیا خلک دي خانان کې یو وارې هغوی په قار شو بیا به څنګه کوو موږ خو امر نه ده کړی موږ خو څه نه دي ویلي هغه خپله یې کوي ورشه هغه د مزار کې اسړی ده ورشه یې مړې کوي یې تاسې خپل والي ده دغه کې نورو کې ویلی شو د خلکو ته زه څه ووایم وروره که ورته وایم مه کوه هغوی به چیغې وایي او هغه به کوي یعنې دغه شیان چې زه اورم دغسې یو شی هم پېښېدای شي امکان لري معلم صاحب دا د ما دغه خپله شکاک فکر راته وایي شاید درسته به نه وي بلې از لندن مې فرمایئ وعلیکم السلام مهرباني وکړه خیر او خیریت مهرباني وکړه مهرباني تاسو نوم څه ده زما نوم رحمت الله خیر رحمت الله صاحب مهرباني وکړه صاحب مهرباني ډېره مننه لطف دې وکړه زه خو څومره پېږم ستاسو موضوع د افغانستان د نظام او د افغانستان د بېوزلو خلکو لپاره ده و هغه شی دې چې اورېدلي هماغه ده وا دې اورېدې ده تلویزیونګوره د هر نظام خپلې ښېګڼې هم لري بدګڼې هم لري بدبین هم لري درمدار هم لري خو زما په
نظر زما په ان شخصي نه هم راځي دا ته کار وکړو چې نور د نظامو د افغانستان د مو د رنګولو لپاره کار وکړو د نظامو د قوي کولو لپاره کار راځي چې دغه نتیج شو چې په څوک په دغه تیرو څلوېښتو کالو کې موږ په هر نظام کې ډېر پاک خلک هم لرل ډېر پردي پال هم لرل راځئ چې دا د ټولو نظامونه پاک خلک راواخلو یو داسې اردو کې جوړ کړو یو داسې نظام کې جوړ کړو چې د دنیا ټولو ته د سترګو خار وي او د افغانستان د وګړو د ویاړ دغه چانس چې الله پاک طالب ته ورکړی ده په دا ټول د څلوېښتو کالو کې هېڅ یو نظام زه به تاسو ته یو مثال درکړم که چېرې موږ زه د خلقیانو پرچمیانو په وخت کې نه وم خو په هر صورت چې څومره اوس زه فکر کوم که چېرې موږ د هغه وخت نظامونه هم په نظر کې ونیسو یو مخالفین یې لرل چې هغه احمدشاه مسعود و ګلبدین و چې دوی د خلقیانو د نظام نه څلور کاله یا پنځه کاله مخکې پاکستان ته تللي وو یعنې پاکستان ته یې دغه چانس ورکړی و چې دغه سیو خلک دي چې د نظام په مقابل یوازینی د هغه وخت نه تر دوسه وخته پورې چې دغه تر اوسه پورې ګوره داسې جناب یا داسې بدیل نشته چې د دوی په مقابل کې ودرېږي وی بې یو نیم غل بې وي که یو نیم هغه بې وي خو هغه د نشتون په شکل ده نو د طالب د حکومت نه ښه راوړنې لاسته راوړنې دغه دي چې اول یې وګوره امریکا ته شکست ورکړ دغه د ټول ملت افتخار ده مگر په څنګ کې باید د ملت زړه مدوی وساتي د ملت زړه ما ساتي ما په دغه کې د هغه ملي ارزښتونه چې دي هغو ته دوی باید قایله سي او هغه ته باید متوجه سي مثال بیرغ د ملي بیرغ ده دغسې افغانستان ټول وګړي خفه کېږي مثلا کرنسی ده دغه ته باید هغه سي مثلا جغرافیه ساتل دي دغه ته باید جمع سي د جناکو یې مکتب ده تاسو د پکتیا یادوري وکړه پکتیا کې هیڅ حکومت یا چې هیڅ دولتي چارواکي دا امر نه ده کړی هغه ملت یا خپله قومونه جګ سوي دي په پکتیا کې هر قوم یو هغه لري شورا لري بیا دغه ټول قومونه یوه شورا لري دغه شورا فیصله کړې ده چې پنځه مکتبونه تر اوسه په پکتیا کې خلاص سوي دي نو ګوره دغه لړۍ د دغه چې نه شروع شوه دا په خپله طالبانو کې هم داسې خلک وي چې اجازه نه ورکوي دا په هغه ځان ته دلیل لري چې اجازه نه ورکوي خو زما په نظر ملت باید جګ سي ملت خپله هغه حق چې ملت دا د ملت حق باید خپله ملت وغواړي هغه هم یو سالم توپک او نه د هغه په زور لکه دا نور چې مقامتیان یا د غله یا د پاټکیان یا د لنډغر چې جګ سوي دي دغو امتحان ورکړی دی دغو څوک نه درېږي دا که هر یو سالم انسان په کابل کې ژوند کوي خصوصا په کابل کې یوغو باید دا ویل نه شي چې اویا زره کابلیان دوی مړه کړي دي هغه هغه دي خبر دي لکه دا نوې خبر ډېره مننه وروره دا نو دغه شیان چې تا ویلي دا وکړي او هغه وکړي یو شی زه درته ووایم چې په دغه خپله اصول دي هغه رایو رای ګیریو کې په امریکا کې هم قاعده ده په ډیموکراسي کې چې یو چا چې له یو پنځوس په سلو کې رایې ویوړي هغه موافقه ده د خلکو رایې وړې ده خلکو پلوي لري همغه هغه کېږي رئیس جمهور کېږي هغه نه څلوېښت که وړي هم وي هغه ناکامه ده هغه د خلکو رایې په حقیقت کې نه ده وړي په هغه هېواد کې هم صاحب هغه څه چې اوس د خلکو هغه زړه یې لاسته راوړی طالب خو هغه هم انسانان دي ګوري چې والله دغه طالب دغومره خلک یې خوشحاله کړي دي سل په سلو کې شاید خلک ترې خوشحاله نه وي مګر دغه شپېته فیصد هم کې ترې خوشحاله وي یعنی د خلکو زړه یې لاسته راوړی ده که په شپېته په سلو کې هم ښه کارونه کړي نسبت نورو ته بیا دوی ښه دي شپېته په سلو کې هم که د دوی دغه هغه زحماتو دغه کارونه او ماموریت موافق یې په کل په عامه توګه په هر عرصه کې بیا هم دوی ښه دي یا څلوېښت فیصده شاید خلک شکایت ولري جګرخونی ولري منافع له لاسه ورکړي دای طالب ګیره یې بد ایسېږي بد ورته وایي یو ګیرور سړی یې بد ایسېږي نو هغه ته خو څه ووایي هغه ته په انګلیسي کې ټنل ویژن وایي نو راغلو په دغه موجوده شرایطو کې اسان هم نه ده امریکا ورپسې ده په قهر ده ورته
د دوه بلاکو ترمنځ چې د اوریا صاحب هغه وکړ دوی پراته دي رقابتو کې بلکې د ننه یې دښمنان درلودل ډېر ښه ښه کارونه یې کړي دي د ننه یې پاکاري کړې ده دا میکروبونه یې غونډ تښتولي دي اوس غونډ پراته دي لکه سپیان په ترکیه کې جلسې هم نه شي کولی زاړه له پښو نه جګېدی نه شي نور څوک ورته اهمیت هم نه ورکوي د خلکو زړه یې پیخ کړی ده د خلکو حق یې خوړلی وتښتېدل جزا یې ورته ورکړله دغه دیبان دی دغه دښمنان یې نه څلوېښت هېوادونه یې شړلي دا دوه رکن یې هم چې کړي دي دا لوی لوی لکه کوی بابا ته چې یو سړی جګېږي دومره لوی لوی هغه یې کړي شادي خبرې نه وي طالب لوی لوی کارونه کړي دا واړه واړه شیانو پسې بیا ډېر مه ګرځي به هر حال دوستان عزیز میریم سراغ یک چند اعلان یک وقفې اعلانات داریم برمیګردیم انشاءالله کنار صحبت شما مینشینیم عضویت فراموش نکنین برای تلویزیون پیام افغان کمکایتان برسه به اون شماره که روی صفحه تلویزیون داریم لطفا تلفن بزنین باز هم همه تقاضا و استقاصه را داریم که به کمک خداوند و شما مردم شریف افغانستان تلویزیون باید به پیش برود لطفا ما چی میگم بودجه تلویزیون را تقویه بدارین با آدرس روی صفحه تلویزیون و همچنان شماره که داریم ما از استرالیا عضویت داریم از اروپا داریم از کانادا داریم از امریکا سراسر داریم چون تلویزیون سراسری است در همه اکناف یا جهان پخش میشه برای منافع ملی افغانستان یعنی خدمت می داریم اون شما میبینین نشرات ما را کدام ملاحظه خاصی شخصی کسی در اینجا نداره انشاءالله برمیگردیم سانکر مدیکال سوپلای کلیه لوازم طبی را تحت پوشش مدیکر با تحویل رایگان در منزل در 38 ایالت آمریکا فراهم می نماید. این لوازم شامل کفش های دایبتیک، کمربند و قوزبند حرارتی، زانوبند، مچبند، ساپورت مفاصل و صدها لوازم دیگر از جمله دستگاه های حرارتی و دارای ماساژ می باشد. ضمناً این شرکت مفتخر به ارائه جدیدترین دستگاه اندازه‌گیری قند خون بدون نیاز به سوراخ کردن انگشت از طریق بیمه می باشد. عزیزانی که از این خدمات استفاده می کنند علاوه بر شرکت در قرعه کشی ماهیانه صندلی فول بادی ماساژ از جوایز ویژه ماهیانه ما بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر با 818-456-4480 تماس حاصل بفرمایید. با سلام، من کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی هستم. در 22 سال گذشته من و همکارانم بیش از 250 میلیون دلار از شرکت‌های بیمه برای موکلین خود دریافت کرده‌ایم. در صدمات شدید بدنی و پرونده‌های میلیون دلاری قدرت ما میتواند بهترین حمایت از شما باشد. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99، معتبر، برا. هر خونه میتونه با مورگن لند زیبا و چشم نواز باشه، چون مورگن لند به هر خونه میاد. با هر سبک و سلیقه‌ای که باشید، مورگن لند به خونتون میاد. مورگن لند با طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت، مرتبین فرش‌های دست‌باف و ماشینی در هامبورگ، نقش در نقش، رنگ در رنگ. مشتریان محترم، شما می‌توانید این فرش‌های مرغوب دست‌باف و ماشینی را از آدرس‌های بروک شماره 9 20457 شهر هامبورگ، هاون سیتی، و همچنان بیل اشتراسه شماره 118 شهر هامبورگ خریداری بفرمایید. فرش مورگن لند، فرش با کیفیت. فروشگاه های بزرگ موبایل فروشی غوز اون گول در هامبورگ بلشتی. بلشتی در هاپتشتراسه شماره 13 با هالستنویگ، گردنرشتراسه شماره 96، با
مساحه بیشتر از 3500 متر مربع. در این فروشگاه های بزرگ بهترین و مرغوب ترین مبل ها، مبل اتاق خواب، مبل اتاق سالون، مواد تزئینی منازل و سایر ضروریات منازل خیش را با رنگ ها و سلیقه های مختلف به دست آورید. ترانسپورت رایگان تا 50 کیلومتر و ترمیم رایگان. فروشگاه های غوز اون گول در هامبورگ بلشتیر آلستنبیگ در خدمتشان هستیم. Change is disruption. Change is rebuilding. Change is progress. Change is hope for a better future. In Asia, change has brought it to prosper even after constant disasters. You have been the change in Asia. From providing emergency relief to disaster resilience to sustainable livelihood support that take families out of poverty. That is the power of change in Asia. Donate now to Islamic Relief. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشند. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. جوای فروشی سوزان در شهر آمبور، اشتایندم شماره 37، با سابقه 30 سال، با ارائه انواع و اقسام جواهرات از قبیل الماس، زیورات با دیزاین های مدرن 21 و 22 کرات عربی در خدمت شماست. همچنان ارنه و خشت های مرغوب 24 کرات و قیمت های روز در سوزان جوای فروشی قابل دستیاب می باشد. مشتریان عزیز، شما فقط در سوزان جوای فروشی انتخاب وسیع از جواهرات را دارید و ارنه و سفارشات شما پذیرفته می شود. سوزان جوای فروشی، اشتایندم شماره 37، 299 شهر آمبور. شماره تماس 00494042283. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hideri-law-group.com.
ګران دوستانو سلامونه او احترامونه بیا هم ستاسو خدمت کې یو د افغان پیام تلویزیونی خبرونه د سپینو خبرو برخه ده. خبرونه واوریدل سره د هغه وریا صاحب تحلیل هم واورید، راپورونه همچنان صحبتهای دوستان شنیدیم قبل از آگاهی و اعلانات. البته سیاست در جهان حال فعلا بسیار یعنی به حالت بسیار کثیفش رسیده دیگه. یعنی یک وقت اگر باید داشته باشین دو قطب بود، بلاک شرق میگفتن و بلاک غرب و پکت وارسا و ناتو و اینا در جنگ بودن و امریکا بسیار شریفانه برخورد میکرد. ما وقتی امریکا آمدم مو پالیسی امریکا رو ما تایید میداشتیم و ظاهره میکردیم و یکان خورسندی داشتیم و ضد اتحاد جماهیر شوروی و پالیسی اونا و خصم اونا و که ممالک زیر سلطه خود میاره و ظالم است، امریکا رو مردم دوست داشت. ولی فعلا امریکا جای امور گرفته و بدتر از اون چندین کشور در بدر کرد. یعنی در می شرق میانه چون گرگ درنده که در میان رمه های گوسپند داخل شوه با هم زد همه چیزها را، واقعا همطور بوده و دوام داره و یکی از قربانیانی از اونا در یک وقتی در یک برهه از زمان در جنگ اتحاد جماهیر شوروی علیه مردم افغانستان و اشغال ما مردم در دم تیغ داد در برابر یک بر قدرت ما را جنگانیدن و تجهیز ساخت از خود ایمان و عقیده مردم، احساسات مردم افغانستان به حیث یک دوست استفاده داشت. حال باز هم به حیث یک دوست که ما ترور و تروریزم میکوبیم و دیگه و دموکراسی را آوردیم و برای شما پول میفرستیم و دیگه، باز هم افغانستان واقعا با مخمسه و مصیبت گرفتار ساخته. قدر دشمنی را که اینا کردن، دشمنی اتحاد جماهیر شوروی زود گذر بود و رفت پس کار خود. حال فعلا در امی فعل و انفعالات میبینیم که چقدر زیر پرده های شوم استعمار و استکبار ما مردم قرار داریم و از خون افغان استفاده ها صورت گرفتم. بدا به حال او کسایی که امی رمز درک نمی کنم می نشینن و سایب بالا که حق زن چطور شد دیگه شد و بدتر از او که اینا دیگه کسایی که گوش میتن با زور می پذیرن و دیگه بدبختر از او هستن. یعنی دیروز مرا یکی گفت که فلانی تلویزیون نمی فهم بالای قرآن تمسخر میکنه و بسیار مسخره شده و بد شده و بالای کلچر و اینا. باز بعضی ها مباهات میکنن که اونا خوب هستن و سایب یک ریفورم آورده در دین اسلام. یک دختره کسی یا بچه هست کدام کسی به نام پروانه، او میگه بهترین ریفورمیست در دین اسلام و همی آدم است که ریفورم آورده. مثل که ما در کمپیوتر هیچ بلد نیستم و داخلم کمپیوتر شوم ریفورم بیارم. باز دین اسلام خوب بگذارین که او باز بشار یعنی چندین قشر داره و سای عالم هزارها و میلیون ها کتاب نوشته شده از آغاز اسلام تا این دم. خود تفسیر قرآن که خود خواندن قرآن یک شخص ندانه که چطور این مشهد اومد عربی را بدانه، با زوری فرم میاره و یکی دیگه بدبخت او را میشینه او را دوست داره گرامی میدانه او را باعث یک ریفورم فکر میکنه. یک افغان خود مرا دیروز گفت که امی کسایی که امی هم تو چیزا رو میبینم و لعنت خدا بالا از اونا میشه، حرام است برای از اونا. گفتم چطور؟ میگه از او کده همی فیلم های پلی بای و اینا فیلم های خراب گفته کابولی ها او رو برو ببینن، اما بمو حد همی حرام است که همی تو یک پروگرام نجس هم میبینن و تماشا میکنن. باز او رو تایید هم میدارن و نمیدانه که همه تو دیدن همه تو کتاب تماشای همی پروگراما و یا مطالعه همه تو کتب در همی وستوت شما برین کتاب های همی ایرانی از قهر و غضب علیه خمینی و نمیدانم و خوندان نوشتن بالای قرآن تعرض کردن که رویای پیغمبر سوی چکی گویی سو که دیگه سن. این توی کتاب زخیم در کتاب خانه فروخته میشه عنوان دار، او را باید یک نفر بینشینه و بخوانه و مطالعه کنه. در امون سطح همون
کتاب به عنوانشه که میبینی لعنت میکنی امو رو باید نخره. خریدنی از او و امو کسی که کتاب معلفی از او صورت تقویه کردن یک گناه یک شخص مرتکب میشه. و باز میریم به معقیده ما که همه ادیان عقیدوی است. یعنی تا اگیسی شما میتونین به منطق برابر کنین، مگر بسیاری بخشای قرآن یا عیسویت یا مسیحیت به فکر عاجز بشری نمی گنجه و شاید امور یک ده سال بعد آدم بدانه که او قرآن درست گفته بود. یک صد سال بعد باز یک نفر بدانه که آلی به مغز ما نمی گنجه، چون ما بشری چیزا را درک کرده نمیتونیم. انسان عاجز است. باز امی کسایی که طرفدار امونا هستن از معرفا و کلماتی از یونا ولا به امره از او آدم گذ نافش میره قر گفتین که چطور کردین، میبینین که امی گروپ امی جمعیت از امون قوماش هستن که با همه تو انسانها من نمیدونم آدم چطور معامله کنن، جزی که خود خداوند در قرآن واضح باز هم میگه که در برابر یک جاهل برابر شدین، شما خاموشی اختیار کنین، بهترین پالیسی در برابر جاهل خاموشی است. خلاص. بله، سلام علیکم. برادر محترم خدا سر سلام. و علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید شما مهربانی. زنده باشی مهربانی فکر میام یاره به می ارتباط فرمودید شما ناو که ما آلمان آمده بودیم می جرمنا پرسان میکردن که شراب میخوری، میگفتیم نه، میگفتید میکشی، میگفتیم نه، میگفتن چای میخوری، میگفتیم ما بق 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 خنده میکردن، میگفتن برای چی دیگه شما زنده هستی، ی زندگی چی کیفیت داره براتون، شراب نمیخوری سگت حال بعد از 4 دهه یا به مون نتیجه رسیدن که قرآن اختر مسلمان ها راست میگه سگت هم بسیار کثیف است و مریض میفزد جاهل بودن از جهالت این خود نمیشه یکی موضوع جهالت است که انسان از نگاه عقیده خود جاهل میباشه، یکی پیشرفت و ترقی سیرت ببینه که پرندان بر خود خانه جور میکنه و امو بسلا زحمت کشترین حیوان مرچه است که قدر تونلا جور میکنه و کلش در زیر زمین که کلش بلد است، اما از نگاه از یک نگاه بسیار جاهل ماندن و کسایی که میایم ایواز از این که در اینجا هم علم از یاد یاد بگیره جهالتش یاد میگیرن و یا روز به روز هوشیار شده میشن. بله و خطاب سر دمی هندوستان یک اون دو با امی گاو مثل خدایشان ورسه میگه مادر ما سلامو دمابین سرک اما تو طبق طبق چطلی میکنن یا میشینن موترا کلش استاد ماتل میکنن تا او گوجان بخیده و باز این امی جنگ سالارا ما ترسم و رهبرشان یا جنگ سالارشان امو گوشان هسته کنمو هرچی که کنه که چطلی کنه مردایی کنه دمابین سرک میشه آره در افغانستان قد مفتر طول شد امی استقلال از این بکلی حرف شده بود و مردم افغانستان در 20 سال تباه شد اما همی جنگ سالارا یک روز نامدن اسلام تغییر میشه پیغمبر اسلام تغییر میشه یک روز یا صدای خدا نکشته ما به مجرد که امو گمشان چیز بگویی باستر پیدا میشه آفرین خوب مثال دادی آفرین بودن درست بگید امی گو پرستی یعنی هر قدری که او گوی از یا شاخ زد و آدم کشت یا بازم عقیب اما در پشتو یک متل یک آدم یک چی گفته و تو دیموگا غوا موگ دی لکی یعنی خودت گوی ماستی ما دم میدستیم هر طرف که میری و یاد ما میری امو چی از او را چطلی لدوی از او را خوشک میکنن که سرما گت میکنن میگه چشم امو شاشه غلیز زرد داره او را بوشیجار میکنن میگه ساعتی تبرکیز بسیار چیز داره بگر بخی از جاده انسانیت برامدن ایوان شدن جاهل شدن نمی این چیز است تمام جایی میرفتی که عکس قهرمان افغانستان قهرمان ملی قهرمان ملی یک آدم لاوبالی چهار طرفش کلش لاوبالی لچک زرکباز شرابخور مادر کشتی و گلبودین همچنان سیاف که همچنان محقق و خلیلی و بد و بلا و همه کش از غنی گرفته بدبختش که اول آمد سر قدرت کرده یک انسان چرسی پس به شرف وطن فروش باز اما ببینید که طرف دار داره چند تا گوپرست بدا میشه دیگه قسمت ایران من فکر میکنم که فعلا اگر در افغانستان کدام نارامی شود چرا که وضع اقتصادی خود ایران هم
خراب است و در ایالت برقرار دادن مردم بسیار سر دو شست پای هستن. من فکر نمی کنم که این به نفع ایران فعلا تمام شود که در پاکستان یک جنگ صورت بگیره، یا فرض می کنم این ملاهای سنی ها را که می کشن و بازی سنی ها بخیزه شیا را بکشن یک حالت بد بخیزه. من فکر می کنم که فعلا گرچه که ایران دشمن بسیار بزرگ افغانستان هستن، چند روز پیش ما برسان گفتیم که اما آقای مصطفی دیپلمات ارشدشان گفت بر ما یک دیگه گزینه نمانده، ما باید با داعش همکاری کنیم. یعنی ایران هم این کار می کنه اگر خواسته باشه. اما فعلا شما اگر متوجه شده باشه که همین اخبار بی بی سی را که بسیار پشت هزارها را گرفتن و میگن که ما تشویش داریم که در اینجا نسل کشی میشه و چطور میشه و امو چند تا هزارکی را جمع کردن در لندن و امو یکیش که به نام آقای بارز است، عزیز احمد بارز است یا احمد عزیز بارز است، میگه بسیار اگستار شق و جنجال و دروغگوی است در این بحث هایی که در تلویزیون ها میشه در میز مدور یا دیگه میاین. دیگه یک پروگرام داره انگلیس قسمه که اولیا سایبان گفت که پول ها از انگلیس و از ایلند میاین. ایره ما هم شنیدم که امو سرمنشی ملل متحد خودش گفت که پول ها برداشت از انگلستان و از ایلند سرازیر میشه برشان. دیگه انگلیس هم تو یک پلان داره، گرچه که قبلا هم بسیار کوشش کرد حکومت اشرف غنی و امو مقدس و یاش که امی آشوب در افغانستان پرته، باز امی شورای نظام بسیار عصبانی بود سر از آرگی ها که چرا نخیستن و چرا تفنگ به دست نگرفتن و بزد طالبا و یا بزد پشتونا. فیلان من فکر میکنم که امی یک دسیسه در آه هست و جناب امی چیرم گرچی که پای خود مولانا مجیب رحمان به طریق در اینجا شامل بود، بسیار خصومت با حکومت ایران کرده بودن در عربستان درست خانده، یعنی امکانات زیادش میره که ایران هم این کار کرده باشه. از اون خاطر هم این کار کردم بسیار در این کوشش هست که یک برخلافی را پستن در اینجا یک آشوب در افغانستان بخیزانن دامنه یزیر وسیع بسازم. سلام علیکم. همه طور از بیادر از هر عربه کار میگیرن و هوشیار مردم هستن. اتا ما بارها گفتیم که امی حکومت ایران امریکا آورده جاگزین محمد رضا شاه پهلوی ساخت، هیچ از او دفاع نکرد، او را تیاره انگلیسی آمد راسن او را گرفت تیاره انداخت و آوردن و تیاره فرانسوی و آدم دیگر را پیاده کرد در ایران. مشهود از واضح، مگر که یک نفر توجه نمی کنه سطح مسائل و شعارا را می کنه او دیگه چیز است. بله سلام علیکم. بله بله خطاب سه. سلام علیکم. و علیکم سلام. چی حال دارستیم؟ خوب است سب خیر و خیر بفرمایید. الحمدلله سلامت باشین خطاب سید. ما میشه شما را میشناسیم، ما را میشناسیم الحمدلله که ما مسلمان هستیم، پیروی دین خدا هستیم، گوشالا پرست و گو پرست نیستیم. گو پرستی کاری کسایی است که هر کسی که توهین میکنه سید بیایا با منطق گپ بزنه، شما هم او را تایید نکنین. این آدم یک آدم عقده‌ای، یک آدم است که تحلیلاش شما میشنوین، یک آدم عقده‌ای است. یعنی از این چهار سال پنج ساله که شما در این پروگرامان تنست خدا شاهد است میشنویم، هر روز میایا مثلا به حکمتیار توهین میکنه. ما یک چلنج بر از این برادر میستم، با برادر میگم شه بیای امی برای شما هزار دلار روان میکنم، یک هفته بشینه عقده دل خود از برای حکمتیار خوادی کنه. شخصیت حکمتیار در تاریخ جهان روشن است. یک انسان هر کس یک خواه و خطا داره، قابل قبول است، قابل عزیز هیچ کده، اما به حیثی عزت یک عالم دین است به حساب گو پرست تدمین کنه. این جای افسوس است، وای به حال ما مردم که ما چه وقت رای خدا و رای دین خدا میگذاریم و این رقم یک توهین کردن به یک نوزده که پایه‌گذار جهاد در افغانستان بود. با خدا مرا گیه میگرسه، با والله با قرآن با شرافتتان که ما همیل من هیچ وقت نمیخواییم که به پرگراماتتان میشنوام، احترام دارم، سی سال از ما خودتان میشناسم خطاب سید، اما امروز راستی با این رقم ما همیل نماز پیشین خدا خوانده خدا را شاهد است که اما این تعلیل این انسان که یک انسان عالم است، یک عالم ولو که دشمنت باشد، ولو که عموم مثلا هر قدر که انسان باشد، ولی امروز در همون سنگر استاد است، در همون افغانستان، در همون جه همین مطالبه را تایید میکنن. نماز خطبهشان را بشنوین، درسهای قرآنشان را بشنوین. همین درس قرآن که دفاع از قرآن امروز شروع کرده و امروز یک
نام تها نشست، از قرآن دفاع کرده، از نوامیس قرآن دفاع کرده، حکمتیار و نهضت جوانان مسلمان در افغانستان با والله همین کسایی بودن که امروز نهضت آوردن، جهاد کردن، خون دادن، هزارها هزار شهید دادن. آیا اونا به حساب گسار پرست انسان تشکیل شود؟ انسان شما خودتان در امون جوانی بودین، در امون افغانستان بودین، در این نهضت هم میشناسین. آیا ما مردم همه قدر چیز شدیم که ما مردم با گسار پرست و اینا تعلیم کنن؟ لعنت خدا به سر همینطور تعلیم کردن هایی که انسان هایی که میاید عقده شخصی خدا با عقده همه چیز شد که شخص نه شخصیتش معلوم است نه شرفش معلوم است باید یک توهین کنن. جای افتاد خطاب محترم بسیار مبلغ آه بله بله نه 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 شما جای افسوس است، با افسوس بر شما. شما پیشتر گفتین که در اون تلویزیون های دیگه با قرآن تحلیل توهین میشه. این پیش روی خودتان، پیش روی لحظه خودتان یه آدم بیاید مردم گوساله پرست میگه. آیا این جای تحلیل است؟ شرم است برای ما مردم. ما افغانستان در کجا برسیم؟ هم مسلمان ها در کجا برسیم؟ با حضر معذرت یک در احساساتی شدم. من شخصا به خودت احترام دادم و همه شخصیت و دیگه به مپاکی اون چیز ولی حق بگو، یعنی دشمن تا مگر باشد خدا تر شرف حکمتیار همه قدر همه تر احسان است. تشکر لالا. یک شخص معین بالای شخصیتش گپ میزنین، یکی میگه خوب است، یکی بد است. حتی شریان نامش راکیتیار ماندن که کابل سلاخ سلاخ کرد، شخص تزار کابلی را کشته دیگه کده. ما در او بخش از حکمتیار دفاع کردیم، گفتیم تنها حکمتیار نبود، خود در جنگ میان امی وحدت و امی جمعیتی ها و امی قهرمان و محرمان و اینا زیادترین کشتار امی مردم کرده. دیگه شما صرف میگین که امی کل کابل حکمتیار ویران کده، این دروغ است، این درست نیست. واقعیت امیال ما میگم اموره، یعنی او یک زل جنگای داخلی بود. در او بخش چی کردیم؟ دفاع خدا عملیم کردیم، وقتم میکنم کرده بودم، رادیو داشتم، دیگه داشتم. مو اخمر گلبودینیم صدا میکردن که گلبودینی است. مو انگام میدیدم که دیگه هم جنگ میکنن، هم در ارگ داخل شدن، هم دروغ میگن، هم کابل و ایران کردن، هم افشار تکه تکه کردن. حالی همو مردم با هم یک جای شده که دیگه خودم میلیسن زد طالب و دیگه دیگه. این بخش یک بخش قضایی است. یکی در مجموع ارگانی همی خود جهاد به شمول حکمتیار آمد به امره همی حکومت یک جای شد، به حکومتی که من نقد میکردم، شما هم باید نقد کنین. من شما رو قایم میگیرم که حکمتیارم کار بسیار بد کرد در همی انگامی که باید همو چی میگه یک نفر روزه بگیره و باز بیا به امره مردم یک جای ساخت خودم. امو وقت من نقد کردم، تا برای مردم گفتم که همی شاید حکمتیار نباشه و همی شکل حکمتیار یک کسی رو پیدا کرده، مگر یک سال شش ماه قبل نشسته بود در یک جای مصاحبه با امرش صورت گرفت، امو یک مجله بود یا چی بود، کیهان که چی صحبت کرد و گفت تا که یک نفر خارجی در افغانستان است من تفنگ خدا نمیمانم. و ما هم مباهات کردم، خوش شدم. یک چند ماه بعد دیدم که بمره اشرف غنی قرارداد بست، همین فامیل امین رفت و کریم جان و آدم رفت و سب قرارداد و آمدن پالو در پالو اشغال. و حتی گفت که ما همین چیزی که حزبی ها سیارا میخواییم در لشکر حکومت فعلی قرار بتم که ضد طالب جنگ کنه. اشتباهاتی کرده حکمتی ها. اگر خودت ما شما فضل خدا مسلمان هستیم، وقتی پرنسیپ اسلامی آمد باز پشت حکمتیار هم نگرد، سبا حکمتیار نفسش میبره میره پس کلای خود، نزد خداوندی که خوب کده بد کده ما و خودت میمانیم اگر زنده بودیم. و اگر ما قبل از مردیم باز هم بز از پای خود، گوسپند از پای خود است. مگر همین خود ارگان جهادی که ضد اتحاد جماهیر شوروی رزمیدن و جنگیدن، 2 میلیون آدم به قتل رسید در افغانستان، شهید شد و خانهایشان ویران شد، دیگه شد. امینا آمدن کابل و افغانستان و ویران ویران کرده. یک جزء از او یک حکمتیار هم بود. یکی عالم است و تو خود سیاف هم بسیار عالم است و خوب نمیگه که عالم نیست. یا فرزن چی نام داشت؟ برهان الدین خان هم عالم بود. این مسعود و دیگه مردمای عادی سرکو تفنگ باز بودن. مگر علما و هم دانشمندایی که از هر
ماستری و دکتری آورده بود. دکمتیار خو ماستری و دکتری هم از هر ناورده یک انجینیر است. مگر اگر باز پلوی سیاف اونا بشانین میگه که یک خوبی ما همی است که ما علمای دینی هستیم. یا دیگه همین خود حضرت سبقت الله مجددی بشه عالم دین اسلام بود، شاید دکمتیار درس هم داده باشه. حتی خود مولوی ترخیل وقتی که مصاحبه میکنم میگه دکمتیار شاگردم است. تو مطلق بالا حکمتیار بس چالان نیست، مگر یکان ساچمان میخورد اگر دقات یکیمه تلفون میکنم اتورد. جایی که آمد از حکمتیار من دفاع میکنم. اگر یکی بگوی که نه همی کل مصیبت حکمتیار انداخته و کابلیار زد و از بین برد چی بود دیگه بود، در او بخش من باز استاد استم دفاع میکنم که نه دروغ نگوین، شما هم بودین ای بودی بود نسیه و سفیده بر مردم نشان میده. مگر اینکه اکثرا ما برم که چیزی که خوب کده بد کده حکمتیار، اینطور اگر مطرح شوه که کل می ارگان جهادی امیال امو حکمتیار مو که مطرح نبود، مگر امی کسایی را که می گولا گوشالا پرست زیادتر توجه طرف چی هست، امی احمدشاه مسعود هست، جمعیتی هست، امی دوستم خیل هست، حتی از به وحدت که مزاری را سجده می کنن. حکمتیار بیچاره را همی ازبیای خودشان رفتن سر در مابین توته تو تکد ازبی حکمتیار و قوالای هر کدام در جیبش بود که من رئیس استم. دیگر گفت همی عبدالعادی جان ارغندیوال که هم سنفی من بود در ختمو آدم گفت که ما جانشینی همی آدم استم گم بود بیادر یالی آمدن ناقی بر ناقی نه بیادر ما ثبت نام کردیم ازب دوزی کردن از اونا. یعنی شما ازبیان بیشار بعضی تان بیشار ناجوان مردم هم هستی. یکی تان احساساتی میشن، قار میشن، دفاع میکنین، با صدهای تان با امو حکمتیار بیچاره بسیار جفا هم کردی که ما خودم من شاهدی از ما هستم. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب سنگه و احکم سلام جور بخیر خیر خیر در وقت لگ ذرا کم دا صاحب دلتا یو بل پروگرام چالانی گی سنگه کی گی خیر بله من او تاسی باید یو میار ولی روشی پا افغانستان که در هر ویگانی گونه هر ورانای سراغای دیدی اساس و میار بسه اساس بسه اساس بسه میار من گتلو کدی کمونستان و راتا گی اغای یو تجاوز و دیگه پا مقابل که در ایدل افغانستان یا ورانی دل دی افغانستان چه مجار و نور تنجیمون شامل و دا طول و دا خو یو حق و باید دا ساوی وی پایین زمان که من گفتا چه باید دا هم ایر نکو که کلا چه مجایدین کامیابی دل او پا جبل سرا چه که پا دیر کمونستان و پومینس که دیر دوستم پومینس که دیر زارگان و مینس که او دیر مسود او دیر دیر دل و پومینس که دا مفقه و سوا دا کودتا جور سوا او دیر اطلال کابل تر اطلال او کابل که یو غیر پختون یو غیر یو نشنلست یو پارتی جولوره او دی بخوله اعلان کوه که زده دی پختونو وقت دیر در دوست و کار پاچهی کره و منگه باید لارس تو زده افغانستان خراسان جور کو و دا توتی توتی کو دا قصه چی بیا پست منگه اوتا چی اولی دیرست که هر کنج و کنار دی افغانستان که پاچهیان جوری سوی دیده دی دریدو او دیده دی مخنیوی یا وازینه باید داو چه حکمتیار و که حکمتیار آلتن نوی باور رو که چه پا افغانستان که بزده دغا پاچ دغا دغا خانه جنگیان دغه ټوټه ټوټه افغانستان به ټوټه ټوټه وځي چې فکر کوي دغه خلک چې افغانستان په دې نیت نه و راغلي چې افغانستان یو حکومت دی هغوی غوښتل چې هغه خپل یو قومي حکومتونه جوړ کړي او د دې هدف همغه و د دې له په جبل سراجو کې د دې د ټول هغه څه نو حکمتیار ته باید دا کریډیټ ورکړ چې ولې په هغه کې عظیمي و دوستم و دا خلکي و بابا جان و هغه خلکي راشي او د افغانستان تباه کړی و او د مسعود تر بیرغ لاندې یا مسعود یابو تر بیرغ لاندې راشي کابل ونیسي او حکمتیار چې شل کاله جنګ کړی و لس کاله جنګ کړی و او حکمتیار له صحنې لرې شي نو حکمتیار ته باید دا کریډیټ ورکړ شي چې نه یوازې د دې کمونست تجاوز په مقابل کې ودرېدی د داخلي او نشنلستانو تجاوز په مقابل کې ودرېدی او افغانستان دغسې که طالبان راغله او دغه یا دا پاټکونه یې ورک کړل دا حکومتونه یې واړه ورک کړل دا هم بیا باید طالبانو ته دا کریډیټ ورکړ شي نه چې طالبان راغله او خرافاتي حکومتونه یې ورک کړل نو هر حکومت هر ډله چې راځي هر څوک چې راځي چې هغه یو بله ډله لرې کوي هغه ته باید یو معیار وساتل
په مقابل کې کېدلې بشریان په مقابل کې کېدلې هزارگان چا په سربازی میخونه تکل دا دا افشار قدیان په چا وسه دا وجنه یا دیگه چې یه حکمتیار پینزه راکیت د خپل دیزان یه دفال پارو کن دا خلق کنه آفرین دا دیرکتر دا اوی دا دا چی دا چی دا غربی میدیا حل راکتیار سو راکتیار سو شل کار دی دا حکمتیار په مقابل که دا خط اولیه وچولی اقا حکمتیار سو حال دا چی چی بغست مسود چی پنشیر حکمت روسان تا تسلیم که افغانستان په مقابل دی خلق په مقابل که ودارید روسان تن که ودارید دی افغانستان دی قد دی عامل باره اقا قارمان چی او دلده چی اقا سرائی که دیفتاری افغانستانی او ساته اقا اقا تا راکتیار و اقا تا حساب دی چی شو چی باید سرائی او گوی دا درست شو بسی اشتباهاتی کری دا خبر سرائی نیتی ری اما دا چی دیدی او پا مقابل که دیدی اشتباه نیت نده دا بس سر راکیت وار کری اما مسود زرها او بمونه او ګرځول تیارې دي هغه په لاره همدا او دا د کوې د هم ډیره مننه دا خبره باید سره متوجه شي چې ولې څوک چیرته مقصر کی او ډیره مننه مقصر نه مقصر ده چې قهرمان باید د افغانستان د ساتلو او د یو ټوټه ساتلو قهرماني ورته ولې یو ځای دی وسی دي ټول شمال شورای نظار په مقابل کې ولاړو او شورای نظار کې دومره غیرت نه وسی دی له کابل وای ټانک روګر نه لري په دغه ټول آفرین دا دا واقعیتونه دی تاریخ دی افغان دیره مننه لطف دی وکم دا چه دا حکمتیار موقف داشت در جهاد هم خوب جهاد پاک کرد برامو دستگاه دوزادوزی نبود پول تا و بالا نمی شد من ایز بیارم مشناختم و مماش بسیار کم گزاره می کردن در هر دور درخشید در امی کابل هم یعنی زد طالب همی روزی که طالب پیدا شده و کلگی صاحب همی مطبعات غرب و شرق زد از او مثل که یک تکی سفید از سیاه نشان بیتین زد حکمتیار هم همی تو بود همی جایی که تبلیغ بد بود و گپا بود زد همی بود که کابل و ایران کرد دیگه کرد که او را ما دفاع کردیم آمدیم بالای دمی و آخر تا آخر همی آدم غایب بود گم بود نبود مگر تقبیح میکرد همی چی را دمی آخر یکم که اشتباه شد که خود از یادم هم پی برد که به امرای اشرف غنی باید همی قرارداد امضا نمیکرد بالای هر مادی از امو قرارداد اونا اغوا کرد اخفال کردن اینا را و پا گذاشت در آخر در همی مصاحبایی که میکردم بهترین مصاحبه از حکمتیار بود یعنی مشغال رد میکرد در امو زیر سلطه امی مردم که همی علمتون مجیب رحمان واره میشود در امو انگام یا نیازی آدم هم بپرانن مگر بسیار با جرات اخلاقی می نشد صحبت می کرد که او را من بارها تایید کردیم یعنی بعضی چیزایی که حکمتیار داره از لحاظ ارزشایی که جرأت رو دیگه و دیگه باز دیگه ندارن یعنی واقعا آدم امو را به شکل مقایسوی همه تو که ما میگم طالب مقایسه کنین با حکومات امی 40 سال اخیر و جنگا و دیگه و دیگه باز نمره بتین ای آدم هم در زمره جهادی ها و کرداری را که اینا انجام دادن و دیگه و دیگه به شکل مقایسوی نمره بتین میتو که برادر ما گفتن هر انسان خب داره اشتباهات داره دیگه داره در این سیاست بسیار غامز افغانستان که از هر طرف تیر میایه تبلیغاتی سو است دیگه است یعنی یک انسان اشتباهات واقعا داره حکمتیارم یکی از اونا بود دیگه به اول حاض ما امو اعمالی از او آدم در امی طولی سالها تعقیب داشتیم در امو وقتی که در چارسیان بود یعنی در امی خود جذب پرچم و خلق خلقی ها با حکمتیار مراجعه کرد زیر سلطه حکمتیار رفت سلای خود گذاشت میگن که خلقی ها آمد به امرای حکمتیار یک جای شد کدام خلقی را دیدین که در یک جبهه و امرای حکمتیار زد دیگاه در کابل جنگیده باشه و آمدن تسلیم شدن از ایران جنگی و یا فرزن تسلیم شدگان بودن مگر او طرف خو اوامر جهاد جنگ های داخلی بودن امی بابا جان و دیگه و دیگه پرچمی ها کل گرفتن و سردارای احمدشاه مسعود بودن و امرای از او یک جای می جنگیدن برین در یوتیوب مراجعه کنین امی راه های سالنگ و دیگه و دیگه که گورباچوف با گفتم آقای غفوری صحبت کردن اینا همش مشهود مگر همین تبلیغات دولت گردن انداختن بالاخره گندشان برآمد تا یکی طالب آمد و سه گمشان کردن همه تو یکی از ریشه اینا را کندن این واقعیت همی آقای جلالیار صاحب هم فرمود ما هم به می عقیده هستم که باید خوب بگوید در هر برهه از زمان بد آدم بگوید
یک سرات قهر و غضب بود جگرخونی و اینا ایره به نظر ما درست نیست که ما قهر شویم و که فلانی هم بد است فلانی هم بد یعنی هیچ کس انسانی نه خوبی دارین دمی جهان پهناور نه بد دارین بیاین عقلانه قضاوت کنیم با نقد ما بالای خود ازبیام است احساساتی میشین دیگه میشین بالای خودتان احساساتی شوید ما بالای حکمتیار سر بمرن می ارغندیوال دشمنی ما خیست امی است که تبلیغ کردم که چرا تو جفا کرد اونجا خوب بالای آدم سوگند یاد میکرد دیگه میکرد یا دیگه ازبیایی که طرف از حکمتیار خود گوشه کرد جمع خانی هم درد و دیگه گم شدن یا رمزادا اما موقف خود تغییر دادن به دلار فروخته شدن یک ازبی بلند نشد امیالیم که ما نقدی که میکنیم یک ازبی نمیه که امی راست میگی تو باز که کما که نفر یک گب زد و برای کل گی گفت باز یکی میه احساساتی میشه قار میشه که حکمتیار خوب عالم است اطور است دمی چند ماهی که حکمتیار ما دفاع کردیم در برابر چند تا کسایی که زدی از ایستاده بود کدام ایز بیتان آمدیم که راست میگی یعنی آدم کار بد کرد زدی حکمتیار صاحب ایستاد و دیگه در درون خود ایز بقدر دشمن دمی حکمتیار داره که حاجت بیرون نیست به هر حال گران دوستان و تسیاری و پختای سپارو پا مخم خدی خدای پامان